بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشیم. امروز چهارشنبه است، 24 اکتبر 2018 و برابر است با 2 آبان ماه 1397. اگه یادتون باشه در ایران روز چهارشنبه روز خوشبختی بود و دیروز نمیدونید شما در آمریکا چه شور و هیجانی بود برای که بلیت‌های بخت‌آزمایی اینجا که به نام لاتاری باش آشنا هستیم مبلغش رسیده بود به 1.6 بیلیون، یعنی فکر کنم میشه 1600 میلیون دلار. اصلا من عدد رو بلد نیستم بنویسم، خداییش، و همم رفته بودن خرید کرده بودن و امروز هم معلوم شد که پس از چند هفته بالاخره یک نفر از کارولاینای جنوبی، ساوت کارولاینا، که چند هفته پیش سیل و اینها داشتن، برنده شد. و من باور کنید از صبح که اینو شنیدم گفتم امیدوارم این شخص یه آدم خیری باشه و بیاد کمک کنه، چون اینجا دوستان همینه، اینجا دولت به فکر خودشونن. هر روز شرکت در تظاهرات و این تبلیغات انتخاباتی و اینها، کسی به داد مردم نمیرسه، مردم هستن که باید به فکر خودشون باشن. حالا بلیت ما هم امروز برنده شده. میدونید که من در چند سال گذشته چندین بار با خانم دکتر نسترن زنوزی صحبت کردم، شخصی که هم خودشون دکترن هم همسرشون دکتر هستن و من ایشون رو درست 20 ساله که میشناسم. از طریق رادیوی فیرفکس با ایشون آشنا شدم، بعد از طریق تلویزیون‌های مختلف که کار میکردم با خدماتی که این خانم به همراه همسرشون انجام میدن برای جامعه ایرانی، چه اینجا و چه اونهایی که در ایران هستن، اونی که برن یه بچه ای رو که نابینا هست کمک کنن با پدر و مادرش بیارن اینجا، مخارج جراحیشو بدن، ازشون نگهداری کنن، بعد اینها رو با دل خوش با خبر خوش بفرستن بره ایران، یکی دیگر رو بیارن که دستش چسبیده بوده به بدنش، اونو اینجا جراحی کنن، مخارج بدن اینها. و در سازمان‌های بزرگ ایشون کار کرده، تجربه کار کردن با شرکت‌های آمریکایی و سازمان‌های بزرگ رو دارن. بعد از اینکه با چند تا از این سازمان‌ها کار کردن که هنوزم کار می‌کنن اونها به عنوان فعالیت جنبی، به این نتیجه رسیدن که خودشون مستقیماً برای قسمت ایران، خودشون چون هر سال یکی دو بار سفر میکنن به ایران، این وظیفه رو انجام بدن. اگر برنامه‌های من رو دیده باشید، شما قبلا بهتون گفتم که اگر میخواین کمک کنید، اول به خانواده خودتون، دوم به خانوادتون، اگر وضعشون خوبه شما کمکتون رو به اونها بدید، ازشون بخواین که به کوچه‌تون، به محلتون، به خیابونتون، به شهرتون. توی این آمریکا و جاهای دیگه این گفته رو همیشه ما این برابر میخونیم که مغز و فکرتون برای دنیا باشه، ولی قدمها و کمکهاتون از خودتون، از خونتون، از کوچه‌تون شروع کنید و امیدواریم یه روزی همه دنیا آباد بشه. خانم زنوسی به من اجازه دادن امروز بهشون زنگ بزنم، باشون صحبت کنم چند دقیقه. من حتی خواستم ازشون که بیان توی تلویزیون، ولی ایشون میگه من علاقه به خودنمایی ندارم. دوستان، اینایی که کمک میکنن بعضی وقتا از عنوان کردن کمکشون حتی خجالت میکشن، میگن ما قرار جوری کمک کنیم که دست راست خبر نداشته باشه دست چپ کمک کرده. بلند میشن خودشون با همسرشون با مخارج خودشون میرن ایران، ایشون بیشتر مشهد میرن، اونجا که میرن مستقیما با افرادی که احتیاج دارن. دوستان، برای اونا نمیخوان برج بسازن، برای اونا نمیخوان ماشینای آنچنانی بخرن، برای اونها برنج و روغن. برنج یک گونیه 10 کیلویی، 20 پوندی، 22 پوندی برنج، یه شیشه روغن مایه، میگه اینها، میگن اینها باهاش یک ماه میتونن سر کنن. کسانی که
به گفته خانم زرنوسی و دیگران، بعضی هاشون میگن ما چند سال هست که برنج نخوردیم. کسانی که تو خیابون دارن داخل زباله ها یه چیزایی رو جمع میکنن، توی ایران به اینا میگن ضایعات، همون چیزایی که اینجام دیدید که پلاستیک و قوطی های آبجو و قوطی های نوشابه و اینا رو جمع میکنن، اینا رو میبرن به یه جایی میدن ریسایکل، اونا از اینا کیلویی میخرن. خانم زنوسی وقتی به من این عکس ها و ویدیوهایی رو که من ازشون خواهش کردم اجازه بدید من اینا رو نشون بدم و فقط ببینید که اینها چه طرز فکری دارن، میگه ما چون به اونها نگفتیم که ویدیوی شما عکس شما رو یه جایی ممکنه نشون بدیم، ما نشون نمیدیم. یعنی این احترام به انسانیت، احترام به آدمیت، احترام به بشر بودن کسی که حتی به کمک اینها احتیاج داره. البته من گفتم ببینید تلویزیون‌های آمریکایی اینها رو نشون میدن که مردم با دیدنشون، با شنیدن صداشون به اصطلاح اون حس انسان دوستیشون روشن بشه، به وجد بیاد یا یه قدمی رو بردارن. در هر صورت اینها دوستان با 8 دلار، با 10 دلار در ماه میتونن یک نفر، یک خانواده‌ای رو از گرسنه بودن، مخصوصا الان در ایام زمستان، اون شخص و اون خانواده رو از گرسنه بودن، از اینجا بهش میگن به اصطلاح عدم تغذیه سالم، نجات بدن. حالا اگه شماها هم مایل هستید کمک کنید، با من نه، مستقیما با خودشون تماس بگیرید، تحقیق کنید. خانم زنوسی و همسرش احتیاج به 10 دلار و 100 دلار و 1000 دلار و 100000 دلار من و شما ندارن. کسی که مطبشون و کارشون رو اینجا تعطیل میکنن، با مخارج خودشون بلند میشن میرن ایران، از مخارج خودشون به مردم کمک میکنن، تنها دلیلی که امروز ممکنه دست نیاز به طرف شما دراز کنن اینه که این قدرت انسان بودن، بشر بودن رو همگانی کنیم و همه با هم کمک کنیم. من تماس میگیرم با ایشون، این شماره تلفنی هم که میگم شما هم یادداشت کنید، شما هم میتونید باشون تماس بگیرید. خانم دکتر نسترن زنوسی، شماره تلفنشون هست 202-580-91-37. بذارید من تماس بگیرم، چند دقیقه با ایشون صحبت کنیم که خود ایشون باور کنید وقتی که من این عکس ها و ویدیوها رو دیدم، چون اونجا بودم و این احساس دروغین ما مردا هست که مردان نباید گریه کنن، جلو گریه کردن خودم رو نگه داشتم. آقای 70 ساله که داره تو زباله ها دنبال به اصطلاح وسیله میگرده که اینا رو جمع کنه ببره بفروشه، نون سنگکی کنار خیابون بشینه بخوره، ولی خانم زنوسی میدونی چی گفت؟ گفت وقتی من میام اینا اولین چیزی که میگن، میگن بفرما. یعنی همون نونی رو که با اون زحمت به دست آوردن میخوان با شما به اصطلاح سر یه سفره با شما سهیم بشن. شماره تلفن ایشون هست 202 که ایریا کد مال واشنگتنه، 580-91-37. اگر احیانا شما از کشورهای دیگه تماس میگیرید باید اون پیش شماره آمریکا که 201 هست اون رو بگیرید و به اصطلاح بعدن صحبت کنید. در فکر این هستن که همه نوع تسهیلاتی رو فراهم کنن که اگر شما میخواین به وسیله کردیت کارت پرداخت کنید، به وسیله چک پرداخت کنید، حتی به وسیله کش پست بفرستید، یه پی او باکسی بگیرن. و بازم بهتون میگم ممکنه اگر کسی به من بگه آقا من با تلویزیون مردم کمک کردم، حالا حاضرم کمک کنم، اونجوری ما قبول کنیم و اون چیزی رو که پیپل و اینا کم میکنن کم کنیم به اینا بدیم، ولی من معمولا هر جا که حساب پول و اینا بوده خودم رو کنار میکشم و میذارم این دوستان به خوبی انجام بده. خانم زنوسی سلام بر شما، هستید شما؟ سلام آقای سربی، عرض سلام و احترام حضور شما و بیننده‌های عزیز و محترمتون. من ممنونم از شما، برای دوستان داشتم توضیح میدادم شما و همسرتون رو من
حدوداً 20 ساله میشناسم، نه شما احتیاج دارید به پول، نه همسرتون احتیاج داره به پول، همیشه توی این منطقه کمک کردید، اولین کسی هستید که اون بازارهای نوروزی رو اینجا راه انداختید. حالا بگذاریم که بازار نوروزی امروز شکل بیزینس به خود گرفته، ولی اون موقع شکل گردهمایی، شکل حمایت از همدیگه، و من یادمه اون پسر کوچولوی نابینا رو توی اون بازار من دیدم و هیچ وقت قیافه اونها و مادرش رو فراموش نمی کنم. به این خاطر به عنوان یک ایرانی از شما ممنونم که این قدم ها رو برداشتید تا امروز به جای رسیدید که برای اینکه اوورهد اینجا یعنی به اصطلاح مخارج جنبی کم بشه، شما خودتون مستقیما این کمک ها رو دوستان به اصطلاح میفرستن، شما میرید ایران خرید میکنید به دست نیازمندان میرسونید. من ساکت میشم، اگه شما لطف کنید یه مقداری درباره این روش جدیدی که به اصطلاح شروع کردید و خیلی هم خوشحال بودید از نتیجهش برای دوستان بیننده و شنونده توضیح بدید. امیدوارم که اونها با تماس گرفتن با شما کمک کنن، کمک های ماهیانه، حتی اگر مای 10 دلار 15 دلار هست دائما باشه، ماهیانه باشه، نه یک بار 100 دلار 200 دلار. حالا اگر 100 دلار 200 دلار 1000 دلار بفرستن ما پولشون رو پس نمیفرسیم، ولی به صورت ماهیانه این کار رو انجام بدن. این کار تو آمریکا رسمه. من ساکت میشم، شما لطف کنید برای دوستان صحبت کنید از این برنامه‌ای که دارید، و باز هم من از شما و از همسرتون تشکر میکنم که در این راه قدم برداشتید، قدم‌های مؤثر و مفید. بفرمایید. یک دنیا تشکر آقای صوفی از بزرگواری شما. من لازمه واقعا تشکر کنم از آدمای مهربونی که در طول سالهای زیادی که من فعالیت‌های داوطلبانه و والانتیرلی داشتم، من جمله خود شما، واقعا تشکر کنم از صمیم قلبم که تو این راه که راه خیلی آسونی نیست ولی واقعا مورد لطف و ساپورت قرار دادن و به جاهای مختلف including ایران تونستم، یعنی نه اینکه من بتونم، به لطف و کمک آدم های مهربونی، مردمان مختلفی مثل خود شما و خیلی آدم های دیگه که تو این راه منو ساپورت کردن و مردم ایران رو ساپورت کردن، واقعا تشکر میکنم، واقعا ممنونم از اونایی که اگر صدای منو میشنون و میدونن که در هر جایی که من بودم به هر شکلی که بوده و سازمانی که بوده لطف و عنایت داشتن و به کمک خدای مهربون تونستن به این آدم ها، به این بچه ها کمک برسونن. آقای سوربی، من از سن تینیجری و یا early adolescent، از 12-13 سالگی تو کارهای خیریه توی ایران شروع کردم و با سازمان هلال احمر، با انجمن کمک به جذامیان، با چندین لوکال توی ایران، یعنی فعالیت همون به عنوان یک بچه نه، ولی خب بالاخره سن 12-13 سالگی شروع کردم با احساسی که تو قلبم بود و امروز هستش. سالهای مختلف توی سازمانهای مختلف در امریکا بودم و هنوزم با یکی دو تاشون که سازمانهای آمریکایی هستن همکاری میکنم به صورت داوطلب و با یه خیریه بزرگ ایرانی که لازم نمیبینم الان اسمشون رو بگم، برای 7 سال واقعا زندگیم رو به عنوان یه والانتیر در کنار کارهای مطب و کارهای دیگه هم گذاشتم و بعد متاسفانه متوجه شدم که از هر 100 دلاری که داده می شد و به دست منم پول نمی اومد ولی به اون مرکزی که در آمریکا بود فرستاده می شد، متوجه شدم که فقط 10 دلار به اون کودک ایرانی می رسه به اضافه یه سری کارهای غیرقانونی که شده بود. Anyways، من در سال 2007 استعفا دادم به عنوان والانتیر و دایرکتوری که بودم در طرف شرق آمریکا و شمال حدود ایریای کانادا، حتی آفیسشون رو باز کردم و
و از اونجا به کل آمدم بیرون و همکاری خودم رو با Save the Children و World Vision ادامه دادم. و سال 2007 من و شوهرم، ولی در واقع ایشون به عنوان، چون خیلی آدم مهربونیه و به همه و مخصوصا به من لطف داره، با من همراهی میکنه و به این مراکز میاد، به این محله ها. من به این نتیجه رسیدم که به ایران باید پولو و کمک رو مستقیما تو دست مردم بدم، چون حتی ایران از طریق خیریه ها خیلی رفتم کمک کنم و متوجه شدم که متاسفانه اونجام نه همه ولی یه صداقت کاری رو ندارن و در فقیرترین مناطق ایران که رفتم به خیریه اونجا دادم، خواهش کردم آدم رو صدا کنن که خودم بهشون بدم و ببینم بهشون. و در سومین سفری که به اونجا به ایران رفتم متوجه شدم خیلی از این افرادی که میان اقوام کارمندای اون مرکز بودن. در نتیجه دیگه اون کارم نکردم و در تقریبا 6 سال اخیر سالی 4 بار یا 5 بار میرم ایران و به شکل آذوقه و بسته های غذایی این هدایا رو که از طرف خودم و شوهرم بوده بیشتر همیشه مستقیم به دست مردم میدم و عکسای زیاد، ویدیوهای خیلی زیادی دارم که فقط به خاطر یادآوری به خودم اینا رو سیف کردم و نگه داشتم. و الان کمک اصلی من و تمام تمرکز کاریم روی کارتون خوابا هستش، آدمایی که روی کارتون میخوابن و من به چشم اینا رو پیدا کردم و میبینم متاسفانه. و غیر کارتون خوابا به اونایی که زایات جمع میکنن و یا کارگرایی که بیکار سر گذرهای مختلف، اینا معتاد نیستن، اینا زن و بچه دارن و دنبال کارن و بعد وقتا تا 4 بعد از ظهر تو آفتاب یا تو سرما وا میستن و اینا عملا هیچ که اینا رو سر کار نمیبره. در نتیجه اینا رو به شکل آذوقه و کیسه های بزرگ برنج و روغن و یا در گذشته به صورت عدس، پنیر، رب و سویا و چیزای اینطوری و یه سری که دلم واقعا میخواد این کارو بکنم به صورت کش به مردم خیلی فقیر میدم. در هر صورت من شماره نزدیک 20 ساله میشناسم آقای سوربی و از روز اولی که با تون آشنا شدم فقط خدا میدونه و من شاهدم که شما بدون هیچ چشم داشته مالی همیشه دست کمک و ساپورتو به من و به مردم ایران دادین. من برام هیچ اهمیتی نداره که کی چی فکر بکنه، ولی من میدونم خدای مهربون من میدونه که شما چقدر با ما و به بچه های ایران دست کمک دادین و به مردم ایران. متاسفانه آقای سوربی به خاطر تحریمات اقتصادی که دولت آمریکا بر ضد مردم ایران انجام داده فقر زیاده تو ایران. این فقر تو آفریقا هم هست، تو آمریکا هم هست. هوملس شلترایی که من به صورت والنتیر اینجا رفتم همون فقر و بدبختی رو اینجا میبینیم. در نتیجه من بدون کوچکترین کشش سیاسی یا فرهنگی و مذهبی، بدون کوچکترین تعصبی رو این مسائل به طرف ایران میرم. خوشبختانه یا متاسفانه هیچ چیز نشنالیتی و ایران و وطن من ندارم به هیچ وجه و به افغانستان، به آفریقا، به آمریکا، به هر جای دنیا باشه به مردم همون احساس دارم که غالبا شوهر عزیز من ایراد میگیرن، میگه تو اصلا هیچ چیز که بری ایرانو بگردی، اصفهان و نمیدونم شیراز و اینا رو نداری. واقعا ندارم آقای سوربی و به خاطر مردم و احساسات قلبیم و مذهبی شخصیم به مشهد میرم. بسته 10 کیلوی برنج به اضافه یه روغن 3 لیتری حدوداً 8 دلار تا 10 دلار آمریکا تمام میشه. در نتیجه من به مردم نمیگم که بیاین مدرسه بسازین. آقای سوربی مدرسه زیاده، مسجد زیاده، ساختمون خیلی زیاده تو ایران، ولی بچه‌هایی که گرسنه بخوان مدرسه برن یا اون کارتون خوابی که بخواد گرسنه با سرما بره تو اون مسجد بشینه، لاغل
شخصیت که من دارم اون حرامه. و به جای که میگن مثلا بعضی ها به من خب شما که به اونجا کمک میکنیم بیاین جهیزیه بدین، سیسمونی بدین، جهیزیه واسه عروسی که توی کارتون مادرش میخوابه هیچ کمکی نمیکنه. اونه هم که داره و جهیزیه میخواد، اون ازدواجی که به خاطر جهیزیه باشه شاید نباشه، بهتر باشه. یا اگه به خاطر مهریه باشه شاید الان ازدواج نکنن، بهتر باشه. و یا سیسمونی بچه‌ای که توی خانواده یاله یا فقیر یا خوب میاد، لاقل اینقدر داری که رو سرشون یه سقفیه. ولی من هدف مردمی هستم که با گرسنگی، واقعا با گرسنگی دارن دیل میکنن و ضایعات جمع میکنن. یعنی مال آب معدنی like recycling bottle که اینا رو میگیرن ضایعات، اینا هر کیلویی رو 1200 تومن میفروشن و من به شما میتونم 500 تا ویدیو و عکس نشون بدم. پیرمرد 75 ساله داره ضایعات تو خیابون رو جمع میکنه توی دوروبر حرم مطهر حضرت رضا که هیچ ربطی به امام رضا نداره، ولی خب بالاخره اینا آدم هن. تازه ببخشید خانم دکتر، میدونم که الان شما یه مقدارم متأثر شدید، منم عکساره که میدیدم همین حالو داشتم. این جلوگیری میکنن، یعنی اینا رو هم اون افرادی که حالا به عنوان سد معبر و اینها قرار اونایی رو که دست فروشی میکنن بدون جواز اینها جلوگیری کنن، باز همینایی هم که میان دیدم اون آقای پیرمرده سه تا گونی بزرگ به دوش کشیده بود که شما گفتید همه اینها رو ممکنه 30,000 تومن هم به اصطلاح پول بهش نمیدن. و ضمن این که یک به اصطلاح کیسه برنج، والا شما یه عدداره که میگی اصلا من مغزم نمیتونه اینا رو بفهمه، یک کیسه برنج مثل که 100,000 تومن هست و اینها. و در رابطه با این که وضع شما و وضع همسرتون الحمدلله جوری هست که احتیاج نیست، من به شوخی به شما گفتم همه ایرانی ها آرزو دارن که وضعشون مثل شما بشه که الان هر روز برن وکیشن و تفریح و گردش، ولی شما آمدید برای خودتون یک کار سختی رو انتخاب کردید و کار سخت بی حقوق، بی جیره و مواجب. و من واقعا از این بابت از شما هم ممنونم، چون شما دارید عمرتون رو میذارید. یعنی همه میگن دیگه وقت تلاست، حقیقتا وقت تلاست، به خاطر اینکه وقت یه قسمتی از عمرمون هست. امیدوارم بتونید صحبت کنید، من باز ساکت میشم. دوستان اگر خودتون فامیلی دارید، آشنایی دارید که بهشون اطمینان دارید، با اونها کمک کنید تا اونها کمک کنن. اگر نه، خانم زنوسی شماره شونم اینجا نوشتم 202-580-9137 202-580-9137 تماس بگیرید. من حتی از ایشون سوال کردم، چون خودشون هم درباره تحریم ها صحبت کردن و با من هم عقیده هستن که این تحریم ها به افراد کم درآمد، مخصوصا به بچه ها، به نسل آینده به اصطلاح ضرر میرسونه تا افراد پولدار، ازشون پرسیدم خب این تحریم ها برای شما دردسری ایجاد نمی کنن؟ ایشون گفتن من کاری که انجام میدم 100% قانونیه، پولی که از اینجا میبرم به اصطلاح توی گزارش می نویسم با اون کاستوم یا با ماموران مرزی، هرچی وقتی هم اونجا خرج میکنم همه صورت حسابا و اینها هست، حتی به من نشون دادن اون صورت حسابای برنج و اینها رو. و دوستان اگه اون ویدیویی رو که من دیدم، یعنی ویدیوهایی رو که من دیدم شما ببینید، من فکر میکنم شما نمیتونید خوراک بخورید مگر اینکه قبل از اون خوراک خوردن، قبل از شام خوردن، قبل از نهار خوردن به این مردمی که من و شما هم از همون مردم هستیم کمک کنیم. خانم زنوسی خیلی قشنگ توضیح دادن که ماها دنبال این ناسیونالیست و من شیرازی هم، ایشون مال یه جای دیگه است، من ایرانی هم، شما مال یه جای دیگه نیستیم. بارها من در برنامه گفتم شما اگه توی خیابون یه بچه زمین بخوره بهش اول نمیگین که where are you from، اول بلندش میکنین، از این سوال میکنین اوکیه، مادرت کجاست، پدرت کجاست، مطمئن میشید که اینو دست پدر مادرش میدین. ولی با همه اینها ما یک جورایی اون احساس وطن رو داریم، همین که میبینیم اونها همزبان ما هستن و ما خود به خود به اونجا
کشیده میشیم. حالا که میریم اونجا، اقلا وقتی ما میریم از دیدن ما چند نفر خوشحال بشن، نه اینکه غبطه بخورن، حسرت بخورن که ببین آخ آخ اینا رفتن آمریکا، حالا آمدن اینجا در بهترین هتل ها با بهترین ماشین ها. اینا میرن با تاکسی بار، با وانت. دیدم اون وانت آبی رو که برنجا رو بار زدن، دیدم اون تاکسی یا ماشین رو که اینها از آژانس کرایه کردن، اون راننده رو کرایه میکنن چند روز باشون کار کنه، به جوری که بعدش اون راننده هم عضو اینها میشه. ولی با همه اینها خانم زنوسی گفت ما اینجوری نیست که بگیم حالا که این آقا آمده به این اعتماد میکنیم و دیگه این بره پخش کنه. یعنی خودشون با نظارتی که انجام میدن مطمئن میشن که اون ماجرایی رو که گفتن 100 دلار پس از اوورهد و مخارج 10 دلار و 8 دلار نشه. 100 دلار 100 دلار به دست ایرانی ها مخصوصا نیازمندا برسه. من باز ساکت میشم، شما لطف کنید یه مقداری بیشتر توضیح بدید. یه بار دیگه من این شماره تلفن رو میگم، 202-580-9137. دوستان مستقیما با خانم زنوسی تماس بگیرید. امیدوارم ساعاتی که تماس میگیرید ساعاتی باشه که برای واشنگتن اوکی باشه، و اگر ایشون مشغول هستن کار مطب و بیمارستان و اینها، لطف کنید یه پیام کامل بذارید، شماره تلفنتون رو بگید، اسمتون رو بگید که ایشون بعد بهتون تماس بگیره. همون اولم بگید که مایل هستید کمک کنید به اصطلاح افراد نیازمند در ایران. بفرمایید خانم زنوس. خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای سربی، واقعا تشکر میکنم مجددا از شما و تمام آدم های مهربون و خوشقلبی که آقای سربی، من یقین دارم ته دل تمام مردم همه ی آدم ها محبت و انسانیت هستش و حاضر به کمکن، اگر بدونن که اون کمک اگه به کس دیگه مثلا به دست من یا غیره بدن 100% میرسه. شک ندارم که واقعا قلب و صاف و مهربونه و این تجربه‌ای بوده که من داشتم و مدلی هم که من الان واسه ایران، مردم ایران فعالیت میکنم، در نهایت اصطلاح چی میگن ترانسپرنسی در نهایت ترانسپرنسی هستش و دونه دونه حتی بچه من اگر چند دلار به من بده من رسیدش رو تهیه میکنم، یا اگه خواهر من بده. در مجددن میگم که خیلی میان به من میگن فلان جا دارن مسجد میسازن اونوره مشهد، میتونین کمک کنین؟ یا دارن مدرسه میسازن برای بچه های مثلا کیندرگاردن یا کلاس اول دوم، اونجا مدرسه زیاد نیست. والا به خدا وقتی که اینا رو میگن من میگم نه، در جایی که اون بچه گرسنه با یک مادر و 3-4 تا خواهر من دیدم داره تو خونه کاگلی با چند خانواده دیگه دارن زیر یک سقف جاشون رو شیر میکنن و تقسیم میکنن، چطور من مسجد بسازم؟ میدونین؟ یعنی خدای مهربون تو کتابهای الهیش میگه اول شکم گرسنه ها رو سیر کنین و اونایی که یک اصطلاح فادر یا ریسپانسیبل پرسن ندارن، پدر ندارن، یتیمن، سرپرست ندارن، چرا مدرسه بسازیم؟ چرا مسجد و مساجد بسازیم؟ و با همه ارادتی که به شما دارم آقای سوربی، در این رابطه یک کوچولو مخالفم که شما فرمودین بدین به اقوامتون و آشناهاتون که بدن. براتون بگم تو کالچر ایران گاهی وقتا میگن که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. من خیلی به خیلی عزیزایی که یا قوم خویش بودن یا دوست نزدیک بودن خیلی باور نمی کنیم چقدر دادم که به اینا به مردم بدن، ولی بعد خب وقتی پرسیدم به کیا دادین چی شده، گفتم تو اقوام مثلا یکی از بچه ها میخواست موبایلش رو اپگرید کنه، تلفن بهتر بخره، یا یکی میخواست مسافرت بره، خب دادیم به اونا. میدونین؟ بله. من بازم میگم اگر قوم خویش شما داره به یک کارتون خواب یا یه زایاتی یا یه کارگر سرگذر یا یه زن که با چند تا بچه بیوه شده و با شوهر معتاد داره زندگی میکنه، اگه به اونا میدن دفنتلی بدین.
در نتیجه این درون رابطه البته من گفتم اگر اطمینان دارید، اون قسمت اطمینان همینه که اگر مطمئنید پولو که میدید برای اون هدف شما هست. و نکته جالبی رو گفتید، همین که شما میگید اصلا شاید کسی نخواد خبردار بشه که فامیلش بدونن و اینها و انتظارات اونها بالا بره. اجازه بدید آقای زمانیان از ایران برای شما نوشته که به شما افتخار میکنه و شما مثل سازمانهای دیگه نیستید که به اصطلاح پولها رو خرج نشستهای، این منظورشون از این نشستهای سیاسیه که میبینیم به اصطلاح افراد سابق دولت آمریکا رو میارن با هزینه های سرسام‌آور. ایشون میگه که من هم به یک خانواده فلج کمک میکنم و چه لذت و آرامشی داره این کار. ایشون باز به شما میگه که بهشت جایگاه این عزیز بهشت، یعنی شما رو میگه. و آقای سهراب چمنارا که حتما شما میشناسید چون خانواده شون هم اینجا هستن، اینجا نوشتن که این را که شنیدم به این خانم درود میفرستم و آرزوی موفقیت بیشتر برایشان میکنم. در تلگرام داخل ایران این داستان را اینجا کپی و پست میکنم. فقیر ایرانی عادت داشت که یه داستانی رو گفتن، حالا شما اگه بعد لطف کنید و یه مقدار وقت بذارید رو فیسبوک نگاه کنید و به این دوستان تماس بدید، به اصطلاح در تماس باشید، اونها هم شاید اگه بخوان کمک کنن از راه فیسبوک، چون ما برنامه‌مون به صورت زنده از روی فیسبوک هم پخش میشه. در صورت من باز هم از شما ممنونم. میدونم شما به من گفتید که وقت کم دارید و احیانا وقت نهارتون رو به ما دادید و من سعی میکنم کم صحبت کنم تا شما صحبتاتون کامل بشه. دوستان عزیز، با خانم دکتر نسترن زنوسی هستیم، کسی که 20 سال حداقل من میدونم که کمک میکنن و بابت کمکاشون هم هیچ چشم داشتی ندارن، چون احتیاجی ندارن. من از این بابت ممنونم. شماره تلفن تماس مستقیمشون هست 202-580-91-37. بفرمایید خانم زنوسی. خواهش میکنم. یه دنیا تشکر از اون عزیز آقای زمانی، آقای سهراب، عذر میخوام فامیل کاملشون یادم نمیاد، چمنارا، آقای چمنارا. بله بله، یک دنیا تشکر از لطف اونا. ولی واقعا این آقای سهرابی همونطور که گفتم واقعا قلب و همه مهربانه، همه پر از عشق و مهم اینه که فقط اون راه و کنکشن پیدا بشه. در رابطه با فرمایشتون که گفتین که وقتتون رو این کار میذارین، آقای سوربی، من شوهرم متخصص داخلی و نفرولوژیست هستش کلیه و من خودم هم دکتر هستم، کار میکنم، فول تایم کار میکنم. براتون یه جمله از کوروش کبیر میگم که این خیلی رو من اثر گذاشته، یعنی الان یه خورده جستیفای میکنه احساس منو، اینه که وقتی که کوروش وصیت کرد، در وصیت نامش نوشت که تابوت منو بدین طبیبا و پزشکان بکشن، برای که مردم بفهمن که هیچ طبیبی نتونست منو از مرگ نجات بده. دوم، در راهی که تابوت من داره میره، تمام ثروت و طلاهای منو بریزین که همه ببینن که هیچ این ثروت نتونست از جلوی مرگ من جلوگیری کنه. و سومین مسئله گفتش که وقتی تابوت منو میبرین، دستای منو از تابوت بیرون بذارین که همه ببینن که با دست خالی رفتم. در هر صورت این واقعا یه چیزی که من شده به شوهرم میگم اینه که الحمدلله آقای سوربی، خب خداوند، یعنی در اثر کار و زحمت، ولی خب بالاخره خدا با آدم خیلی ممکنه ثروت بده، ولی میدونی تا یه حدی انسان میتونه بخوره تا یه حدی میتونه چیز کنه. شما فکر کنی، من به همه دوستان میگم خونه ما که میاییم نه گل بیارین، نه شکلات، نه هدیه، اون گل و پولش رو به هر کی که دلتون میخواد خودتون یه بدبختی بدین. خواهی سوربی، با 8 دلار آمریکا
شما فرمودین پول یه ماه، نه پول 5 ماه یک برنج رو، روغن یه خانواده رو میتونین بدین. من هیچ وقت گوشت نمیدم، حقیقتش آنست به شما میگم، گوشت هیچ وقت نمیخرم، برای من خودم گوشت هیچ وقت نمیخورم و با کشتن حیوانات واقعا مخالفم و اصلا دل اونی که بدونم پول من رفته برای کشتن یک حیوان اصلا نمیتونم. ولی برنج، سویا، پنیر، چایی، روب و تمام رسیدا رو به هر کسی که کمک میکنه 100% به خودش میدم و عکسای اینا رو، برای من بهشون قول دادم قیصربی هیچ فضای مجازی عکسشون پخش نشه مگر اینکه به اون شخصی که میخواد کمک کنه من وان تو وان به اون فقط از تلفنم نشون بدم. متاسفانه این آمریکا که انقدر معتاد زیاده و یک کشوری که به عنوان تبدیل شده به یک کشور معتادین، حالا یا به الکل یا به مواد مخدر، ایران هم معتاد زیاده. من از خیلی اول میپرسم عمو یا بابا جان یا داداش شما معتادی؟ اینا با آنستی بعضیاشون میگن آره آبجی به شیشه و تریاک معتادم. یا یکی به من مثلا خیلی ها میگن که آره ولی رو متادونم الان و ترکم دادن و دارم ترک میکنم. آره دیدم که بهشون میگفتین که اینو خرج اعتیاد نکن، ببر برای خانوادت. و من اتفاقا با شما که صحبت کردم بهتون گفتم که بعضی وقتا با همین کمک هایی که شما و دیگران و ما میتونیم انجام بدیم، اینا رو میتونیم جذب کنیم، جلب کنیم، بعد آموزش بدیم که از این اعتیاد دور بشن. یعنی با برنامه و همش نشینیم که دولت این کار انجام بده. شما یکی دو بار به این نکته اشاره کردید، هم تعداد معتادین در آمریکا، هم حتی خود ترامپ و به اصطلاح دست اندرکاران گفتن که 40 میلیون نفر در آمریکا زیر خط فقر زندگی میکنن. بعضی وقتا آگهی‌هایی که ما اینجا میبینیم، تبلیغ‌هایی که میبینیم، بچه‌هایی رو که نشون میده، میگه این بچه‌ها نمیدونن که خوراک بعدی هست یا نیست، خوراک بعدی در راه هست یا نیست. یعنی این مشکل، مشکل ایران تنها نیست، مشکل دنیاست. و باز هم دوستان من ازتون خواهش میکنم که با خانم زنوسی تماس بگیرید و اون مسئله معروفی که ای که دستت میرسد کاری بکن. آقای یوسفی میگه اشک من رو در آورد، درود بر شرفتون، چه زیبا و سرفرازانه. خانم مونا ارجمند نوشتن مستر سوربی thank you for all you do. دوست عزیز، من کار بزرگی انجام نمیدم، من فقط سعی میکنم از این سکوی ارتباطی به غیر از اینکه بیایم نظرات خودمون رو بگیم، یک قدمی هم در راه حمایت و کمک به اونهایی که نیاز دارن برداریم. شاید این کار در جامعه ما رواج پیدا کنه. بازم از شما ممنونم خانم زنوسی، میدونم که شما باید برید به کارتون برسید. اگر صحبتی دارید بفرمایید و با این قول که ایامی که در آمریکا هستید ما بتونیم شما رو بیشتر داشته باشیم. حالا دیگه دوستان میدونن که شما اهل خودنمایی نیستید، خوشتون نمیاد در تلویزیون باشید، با همین تلفن یا حتی صحبتی مثل رادیویی به اصطلاح شما بتونید این خبرهای خوب رو به دوستان بدید، کمک ها رو بهشون بگید. و امیدوارم یه روزی هم بتونیم اون عکس ها و اینها رو نشون بدیم تا دوستان ببینن که هست، اونها رو هم قانع کنیم که با نشون دادن عکس شما ممکنه 10 نفر دیگه هم تشویق بشن با 10 نفر دیگه مثل شما کمک کنن. بفرمایید خانم زنوسی. خواهش میکنم، یک دنیا بازم آقای زوربی از شما تشکر میکنم واقعا از صمیم قلب که در طول سالهای سال همراهی کردین، بدون کوچکترین چشم داشتی و یا کوچکترین چارج مالی، واقعا اینو میگم، ممنونم از شما. فقط در آخر کلمات، یعنی در چند دقیقه، فقط میخوام اینو بگم که به هر چی که آدم ها معتقدن، اگر به قدرت چه میدونم یونیورس معتقدن، اگر به خداوند معتقدن، اگر به هر چی که معتقدن، من اینو با شهامت میگم که شما با هر دستی که بدین با همون دست پس میگیرین. یعنی سیستم یونیورس اینه و خداوند، من معتقدم فقط یه مذهبه،
و فقط یک دین و یک مذهب وجود داره و آدم ها فرقه فرقه کردن، ولی یک مذهبه، به همون مذهبی که تو قلب مهربونه هر انسانی هستش و کنکت میکنه به خدا. اینو بهتون قول میدم با تمام وجودم که دعای خیره اون کسی که شما در زمستون و در سرما یک کفش باعث میشه این پول کوچیک بخره، یا یک 4 ماه 5 ماه خانوادهش لاغل برنج بخورن، دعای اونا پشت سر شماست و خداش فقط حرفش رو عوض نمی کنه. و اونایی که اهل کتابای الهی هستن یا به هرچی معتقدن، در تمام ادیان گفته انفاق کنید و کمک کنید. آقای سوربی، نزدیک کریسمس اینجا مردم چه خرجایی میکنن، ایرانی ها به هم چه کادوهایی برای کریسمس میدن، ایرانی هایی که نه مسلمان نه مسیحی هن. من به شما میگم با 1 دلار میتونین شاید 10 تا نون سنگک برای خانواده بخرین. تو عیدای مذهبی که تو ایرانه، در ماه محرم، در عزاداری های حضرت امام حسین، اینا چه خرجایی میکنن، چقدر قضا میدن با آدم هایی که سیر سیرن، و یا در تولد حضرت آقا امام رضا چقدر خرج میکنن، مهمونی های دور هم خانم ها جمع میشن. درسته هر کی به هر چه معتقده من احترام میذارم، ولی باور کنین اگه شما این مردم ببینین امکان نداره که چشماتون پر اشک نشه و دلتون آتیش نگیره، حالا چه افغانی، چه ایرانی، چه آمریکایی، چه آفریقایی. اینم خدمت شما من گفتم، من سالها فعالیت داشتم، از سن 14 سالگی آمریکا بودم، ولی با سازمان Save the Children این افتخار رو شاید داشتم که با خانم ملندا گیتس که خانم بیل گیتس هستن و ایشون میدونین که ثروتمندترین انسان در کره زمینن، من این افتخار بزرگ رو داشتم که 1-to-1 با ایشون شخصا در دفتر ایشون ملاقات کنم و 60 میلیون دلار به اضافه یک کمیته‌ای که ما بودیم، نه که من ولی چند نفری که ما بودیم، من اجازه ملاقات داشتم و 60 میلیون دلار برای آفریقا تونستم بگیرم، چون به خاطر تحریمات ایشون به ایران کمک نمی کنن و اگه من میرم ایران به خاطری که تحریمات اونجا زیاده و فقر زیاده. در نتیجه تو این عیدای مذهبی زیبا یا عید نوروز یا کریسمس یا تنکسگیوینگی که اینجا هستش، شاید اگه 5 دلار 10 دلار بدین بشه یک ماه یه خانواده غذا بخورن، یا اگه کیسته 10 کیلوی برنج رو بدین که من خودم دونیشنای خودمون اینطوری فقط میدم، آقای سوربی 10 کیلو بهترین برنج توی ایران 120 هزار تومنه یا 100 هزار تومنه که میشه 9 دلار. در نتیجه به جایی که 50 دلار گل میدین یکی به یکی میده برای اینکه طرف از شهر و مسافرت و وکیشن اومده، شاید اون گلو ندین و خودتون با دست خودتون تو ایران به 5 خانواده محروم بدین. من فقط همینو، آخرین حرفم اینه و تمام رسیدا، تمام فعالیت های سالهای سال، شاید اصلا نمیگم 12-13 سالگی رو الان همه رو دارم و از دفتر شهبانو فرح پهلوی که لطف کردن دعوت کردن تا آقای جواد ظریف، آقای دکتر جواد ظریف که وقتی که در یو ان در نیویورک بودن دعوت کردن، با خیلی و خیلی و خیلی ها چیز دارم، یعنی ریکگنیشن و اصطلاح لطف کردن و تشکر کردن، ولی باور کنین اون لبخندی که روی چهره معصوم اون آدم های محروم میاد، تنها چیزی که درایوی که منو کمک میکنه برم جلو فقط همونه. و بچه های کوچولویی که با اون لحجه مشهدی غلیظ به من میگه بابام تریاکی مرده، ننم هم بیوه چند تا به داداشام تو خونه است، خاله به منم بده، بچه های 8 ساله 9 ساله که رو دوچرخه، باور کنیم ممکن بخوره به یه جایی تصادف کنه، با چه سرعتی این بچه ها می اومدن پشت وانت. و شوهر من می گفت من تا به الان دکتر خانم دکتری نهیدم بره رو وانت، خودش جلو نشسته بود، ولی فقط راهش اینه، اگه می خواهید تو دست مردم بدین باید خودتون تو این جامعه فقیر و خطرناک برین. و اینا خطر ندارن آقای سوربی، اینا قصد شلوغ شدن من و اذیت من ندارن، ولی اینا فکر میکنن جنس تموم میشه، برنجا تموم میشه،
نه خب شلوغ میکنن، یا جلوی وانتو مثلا موتور سیکلتی چیزی میذارن پشت وانتو، این ور و اون ور رو که ما نتونیم حرکت کنیم و همه بتونن بریزن و جمع کنن. یعنی آدم های مستحق و بدبخت. این معمولیه، ما میبینیم تو کشورهای فقیر هم وقتی که حتی مثلا خوراک از با هواپیما براشون میندازن با چتر و اینها پایین، اونها خیلی وقت خیلیش هم تلف میشه به خاطر اینها. همه اینها باز برمیگرده به اون گرسنگی، و که اگر به اصطلاح شماها بتونید بیشتر کمک کنید، بعد نظم و ترتیب هم میشه تو اینها آورد. همون برنامه‌ای که گفتم اعتیاد و میشه از اینها بیرون برد. و بازم شما درست گفتید، مدرسه و اینها هست تا اون اندازه، مساجد، ولی مدرسه، بله ولی بچه ها رو گرسنه نمیشه به مدرسه فرستاد. اینقدر هست بله. مسجد و ساختمون. و اینم خدمتون بگم، من درست معتقدم که ماهی نده ماهیگیری یاد بده، ولی در جایی که آقای سربی اون انسان قدرت این که خودشو به ماهی برسونه از زور گرسنگی نداره، اول باید ماهی رو داد، بعد به فکر مشکل اساسی و اجتماعی یا هرچی که اسمش رو گذاشت، چه در امریکا، چه در ایران، چه در هر جای دنیا. بازم تشکر میکنم واقعا با تمام وجودم و میگم هر یه دلاری که بدین، من رسید از اون فروشگاه شماره تلفن اون فروشگاه و کارگرایی که اینا قومشای من که نیستن، اینا کارگرن، میان کمک میکنن اینا رو تقسیم بشن تو شهر، بهشون میدم به هر عزیزی که کمک بکنه. حتی تو ایرانم این حسابی که باز کردم میتونن به اونجا دونیت کنن و دونیشنشون رو بدن و در کمال ترانسپرنسی و شفافیت این ریپورت رو میدم. و هر دفعه هم که میرم ایران، خب وقتی برمیگردین میپرسن که شما چقدر پول بردین، چقدر آوردین و برای کمک به قضا هیچ نوع مشکلی نیست و من میگم رسید و همه چی رو دارم. بسیار ممنونم. لطف کنید به همسرتون سلام منم برسونید. اگه لطف کنید این چیزایی که گفتید راجع به شماره حساب ایران، راجع به این که با چه آدرسی اگه کسی بخواد نامه بنویسه یا احیانا پولی ارسال کنه یا چکی ارسال کنه، اینا رو روی فیسبوک خودتون یا با ایمیل برای من ارسال کنید یا با همین تلفن تکست کنید. من اصلا نه رو فیسبوک هم، البته اکانت دارم عکسام هم از اونجا، ولی اصلا نه رو فیسبوک میرم نه روی. خب شما با همین تلفن و تکست با من در تماس باشید، من اینها رو روی فیسبوک صفحه مردم تیوی و صفحه شخصی خودم به اصطلاح سعی میکنم منتشر کنم، نشر رو پخش کنیم بین دوستان. خیلی خیلی تشکر میکنم از شما. ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با محبت و قلب شفاف خودشون وقتشون رو دادن و گوش کردن. خیلی ممنونم آقای سربی. ما هم از شما ممنونیم. خیلی ممنون، موفق باشید. با خدا نگهدار. خداحافظ. خب دوستان عزیز، با خانم دکتر نسترن زنوسی بودیم که شماره تلفنشون هست 202-580-91-37. این قسمت ویدیویی هم که روی مردم تیوی پخش میشه تا یکی دو ساعت دیگه به صورت بایگانی توی یوتیوب هست. اگه شما هم لطف کنید برای دوستانتون ارسال کنید، من تشکر میکنم. مطمئن هستم که خانم زنوسی هم خوشحال میشه، هم از شما ممنون خواهند بود. آقای چمنارا نوشتن که داستانی بوده، فقیر ایرانی عادت داشت کنار در موزه‌ای در تهران گدایی میکرد. روزی یک توریست خارجی از کنار او میگذشت. فقیر ایرانی گفت در راه خدا کمکم کن. توریست گفت وات؟ فقیر تکرار کرد در راه خدا کمکم کن. توریست گفت وات؟ این داستانا رو آقای چمنارا، من و شمایی که امروز توی واشنگتن این پنهندلرا رو میبینیم، شما توی شیکاگو میبینید، دیگه فکر کنم اینجوری نباشه. یعنی ببخشید، اون توریسته باید خیلی نادان بوده که وضع و شرایط اون گدا رو دیده ولی متوجه نشده که این کمک میخواد. بعد براش شما گفتید که وقتی آمد اینجا اون ویدیو رو یا عکس رو به یکی نشون داد و گفت اینجوری. اینا داستانهاییه که تو فیسبوک میچرخه، روی به اصطلاح سایت های مجازی سوشال میدیا میچرخه و من و شما میبینیم و بعد از چند دقیقه فراموش میکنیم. ولی اون چیزی رو که نباید فراموش کرد، کمک به این دوستان هست، کمک به هموطنان، کمک به همشهری های خودتون،
کمک به فامیل خودتون، کمک به کسانی که باهاشون در یک کوچه در یک مدرسه بودید، بعد اون وقت فکر میکنم جامعه ما جامعه بهتری باشه و نه آخوندا، نه حکومت شاه، هیچ حکومت دیگه ای نتونه از اینها سوء استفاده کنه. چون اگر ملتی گرسنه و ضعیف نباشن، اینها به اصطلاح خود به خود قوی میشن و وقتی هم کسی قوی باشه دیگران نمیتونن ازش سوء استفاده کنن. ممنونم. امروز آقای سعید کاووسی برای من یک ویدیویی رو فرستاده بود از مهاجران ایرانی پشت مرز و گفتم که این باعث تأسفه که تبلیغات جوریه که ما به اصطلاح در درون ایران مردم فکر میکنن که شما پاتو از ایران بذاری بیرون بهشت برینه و تا امروز توی جهنم زندگی میکردن، ولی ما میبینیم یکی پس از دیگری افرادی که میان بیرون. من با اون آقای موحدی بود کی بود صحبت کردم، آخرم برگشت داداشش رفت ایران، گفت آقا من زندان بودم اقلا قرص قلب بهم میدادن، ولی اینجا باید 1000 تا بشقاب بشورم تا بتونم برم فقط پول قرص قلبمو تهیه کنم. نمیخوام تعریفی کرده باشیم از آخوند یا اینها، اونا وظیفه‌شون، اونا نوکرای ملت هستن که متاسفانه کارشون رو درست انجام نمیدن. ولی این ویدیو رو اجازه بدید با هم ببینیم و شما به من بگو که آیا همون خونه پدری، همون خونه مادری، همون با هم دیگه یک قابلمه آب گوشت، یه چیزی تو شیراز هست بهش میگن آب پیازک، اشکنه آب هست و شنبلیله، شیرازی ها میگن شملیز، و سیب زمینی هم بعضی ها توش کات میکنن میرزن اینها، و همونو خوردن با فامیل. بهتره که شما بهترین همبرگرها رو توی کشور خارج بخورید، ولی اینجوری سرگردان و برزخ باشید. بذارید ببینم اینو من میتونم پیدا کنم بهتون نشون بدم. آقای کاووسی فرستاده بود، من اینجا نوشتم که بله، وضعیت مهاجران ایرانی در مرز صربستان و کروشیا به گفته شهروند خبرنگار، یا به گفته خبرنگار شهروند، از دیشب در این مرز اعتصاب کردند. گزارشگر ما و یا از طریق تلگرام و واتساپ به شماره این و اون گزارش های خودتان را ارسال کنید. بذارید من این صفحه رو بهتون نشون بدم و این ویدیو رو برای شما به اصطلاح پلی کنم، به قول اینجایی ها، یا همون نشون بدم. با هم میبینیم و میشنویم. صداش رو هم باز کنم. باشه، را گیر کردن که دولت فرانسه اجازه نمیده و هر بار که خودشون بخوان رفتن گوشیاشون میشکنه و تک میزنه و برمیگردونه. الان اعتصاب کردن و پشت مرد کرواتی گیر کردن. از دیشب ساعت 1 اینجا بودن تا الان صبح که همه یکی یکی از کمپا دارن جمع میشن میان اینجا. جمعیت حدود 500 نفر هست. این گزارش میفرستم واسه گزارشگر من. همه تشنه و گرسنه ولی اجازه نمیدم که بریم غذا یا چیزی بگیریم. ولی ماشینای پلیس دوستان، شکل ماشینای پلیس ایرانه. از طرف صربستان اومدن پشت مرد کرواتی را گیر کردن که دولت کرواتی اجازه نمیده. حالا شاد نام همین بنزا رو داره. ببینید اینجا این ماشینای پلیس، البته میدونید اونا هم لابد همین بنزای 230 و 300 و فلان اینا رو داره. در هر صورت این ماجرا هست در خارج، در کشورها، در مرزها. الان هم که میدونید 7000 نفر از جنوب، از آمریکای به اصطلاح جنوبی دارن میان به طرف آمریکای مرکزی و از اونجا بیان آمریکای شمالی که ماها اینجا هستیم، و ترامپ از این به اصطلاح کاتاستروفی، فاجعه انسانی داره سوء استفاده میکنه و این رو به نفع تبلیغات خودش و تبلیغات میان دوره‌ای برای انتخابات داره استفاده میکنه که واقعا شرم‌آوره. اجازه بدید من این شماره تلفن و اینها رو عوض کنم، یا این کامرای دور خاموش کنم.
ویدیوی بله چیزا ریخ به هم وقتی که ما یکی از این میکروفون هامون دو بار تا حالا اذیت میکنه، وقتی که تصمیم میگیرم درش بیارم بندازمش بیرون کار میکنه و ما هم میگیم خب یه پولی از دست ندیم، ولی بعض وقتا باز قید 30-40 دلار رو بزنی و خودت رو راحت کنی. اگر یه چیزی دو سه بار بهت اذیت میکنه، مثل تو بازی فوتبال که اول بهش کارت زرد میدی بعد کارت قرمز میدی بعد اخراجش کنی. و اما اجازه بدید من چون اون روز درباره آقای سعید صالحی‌نیا صحبت کردیم، وقتی که آقای بابک یزدی رو به عنوان مهمانمون داشتیم، بعد صحبتی بود که این حزب کمونیست کارگری سعید صالحی‌نیا رو اخراج کرده به خاطر برخورد بدی که با مردم داره، برخورد بدی که با هم حزبیاش داره و خلاصه این که کسی نمیتونه این رو تحمل کنه. وقتی که این سعید صالحی‌نیا براش اون ویدیو رو فرستادم، چون من میگم امروز درباره شما صحبت کردیم، گفت که نه اینها یک کالت هستن، یک فرقه هستن و همین آقای بابک یزدی شالاتانه. البته چون آدم دیوونه هست این سعید صالحی‌نیا، گفت اینم مثل تو شالاتانه. من نمیدونم من چه کلاهی سر این مردک گذاشتم، ولی حالا یادم میاد که آقای شهبازی به من میگفت که آقای سوربی اینا میبینی که تا کمر دولا میشن بهت سلام میکنن، منظورش افرادی مثل همین صالحی‌نیا بود و مثل سعید بهبانی معتاد. میگفت اینا حسودن به شما. بعد میگفتم نه آقا شما خیلی سخت گیری. میگو آقا من رفتم نمیدونم اسرائیل، به من دوره یاد دادن که ما نگاه کنیم، محافظ شاه بود دیگه، میگم نگاه کنیم از چشم مردم، از حرکات مردم بفهمیم که اینا تو مغزشون چی میگذره و اینا از شما اولا وحشت دارن. گفتم من که کاری با کسی ندارم. گفت حالا شما هر چی میخوای بگی. امروز من یاد آقای شهبازی افتادم و آقای صالحی‌نیا، من نمیدونم شما چرا از روز اول از من وحشت داشتی، حسودیت میشد. بنده خدا یه زنی داشتی که زن دکتر بود، چه بلایی به سرش آوردی که فرار کرد، شب به در طلاق گرفت، حالا یه زن دیگه ای گرفتی و نمیدونم چه دردی داری. ایشون به من گفت که شما از آقای بابک یزدی دعوت کن که بیاد با من دیبیت مناظره کنه، صداش ضبط کن برای من بفرست. گفتم اولا من نوکر و به اصطلاح روزمزد شما نیستم که شما به من دستور میدی. من میتونم با آقای بابک یزدی تماس بگیرم و بگم که این آقای صالحی‌نیا فکر میکنه که شما و دیگران این حزب کارگری رو که خودش دعوا میکرد با مردم، پرخاش میکرد، ولی امروز که خودش نیست شما تبدیلش کردید به یک فرقه و شما رو به چالش کشیده یا چلنج کرده که بیاین. آقای یزدی جوابی که نوشت، اصلا من بهتون نشون بدم که نوشت که من با هر کسی حاضرم مناظره کنم، از طیف راست راست تا چپ چپ، ولی این آقا هم بی‌تربیت هم آدم نرمالی نیست. بذارید من اینو بهتون نشون بدم، بعد کامرای دو. بله نوشته که جناب سوربی همونطور که صحبت شد ایشون بی‌تربیت، بی پرنسیپ، بددهن، بی نزاکت هست. کلمات دیگه پیشکشش در همین یه پاراگراف دیدید، میگه من و نمیدونم حزبی که ایشون، من و گروه هم یا همکار، در صورت حزبی که ایشون افتخار عضویتش را داشته چگونه یک شبه با اخراج ایشون میشه گنگ، یا اگه من رو صاحب گنگی، آها و من رو گنگم و
گنگی میدونه، نمیدونم ایشون فعلا در به در به دنبال دو نفر هست که باهاشون حرف بزنه و از چپ و راست تقریبا میشناسن ایشون رو و تحویلش نمیگیرن. من به هیچ وجه حاضر نیستم این اعتبار رو به ایشون بدم و براش کمی آبرو بخرم. در ضمن این پایان بحث من در مورد ایشون است، یعنی حتی نمیخوان در موردش صحبت کنن. و یادمه که حتی این دوست ما آقای عزیزان وقتی آشنا شد با ما، من گفتم که این آقای مجید آذری و دوستانشون میخوان اینجا یه تلویزیونی راه بندازن، من کمک میکنم استودیو و اینها، ولی برای اجرا و اینها شما بیا کمک کن. این بنده خدا هم 800 900 هزار مایل نمیدونم چقدر رانندگی کرد آمد، ولی اون رو هم نگه نداشت. و این آقای سعید صالح نیا که ایشون ادعا میکنه دکتر روانشناسه، خودش حقیقتا روانپریشه. من اگر نوشته های فیسبوکش رو به شما نشون بدم، نشون دهنده این روانپریشی این است. اولا هر چی مینویسه بعدش دو سه تا استیکر بزرگ میفرسته، میگم این چیه؟ مثل تینیجرا، میدونید بچه‌هایی که تینیجرن، یعنی اون دختر پسرهایی که دوران بلوغ رو پشت سر میذارن، یه بحرانی میاد سراغشون که نه با خانوادهشون نه با دوستاشون بعضی وقتا مشکلات بزرگیه به اصطلاح، چون دارن عوض میشن و اینا هنوز تو اون حالت موندن. میگم آخه من با تو هیچ بیزینسی نداشتم، ولی همیشه تعجب میکردم. این میگه من دکتر روانشناسم، شبا تلویزیون رنگارنگ، حالا یا پول ازش میگرفت یا مجانی برنامه بهش میداد، این تا 3 صبح 4 صبح میشنست با مردم کلکل کردن. و بعد آدم خب تعجب میکنه چنین دکتری چجوری میخواد بره توی تیمارستان یا توی بیمارستان مریضها رو دوا و درمون کنه. در صورت اینم از این ماجرا. و خانم مونا ارجمند میگه How 2500 political prisoners of مریم رجوی گروپ can be freed in Albania. من نمیدونم، همین که یکی یکی دارن میان بیرون، یعنی تا اونجایی که من از دستم برمیاد این میکروفون رو در اختیار اونایی میذارم که قبلا در سازمان بودن، تا اونجایی که اونها هم میتونن تلاش کردن، خود شما هم اون برنامه ها رو برای دیگران بفرستید، چون سازمان مجاهدین اینها رو میترسونه، یه جورایی تهدید میکنه که اگه رفتید بیرون. خانم زهرا معینی میگفت به اینها گفتن شما اگه رفتید بیرون باید کنار خیابونهای خارج تنفروشی کنید، معتاد میشید. به مردم میگه شما اگه رفتید بیرون چنین میشید چنان میشید، ولی اونایی که آمدن بیرون به دیگران میگن. حالا وظیفه شما هم هست که همین 2500 نفر political prisoner یعنی زندانی سیاسی رو در آلبانی. من امروز صبح باز با گلن ترشیزی یکم کلکل میکردم، بهش گفتم که من بی صبرانه منتظرم که شما بلند شی بری آلبانی و در این کمپ کمک کنی به دیگران تا ایران رو نجات بدیم. ولی خودشونم میخندن، خودشونم میدونن حرف مسخره میزنن، یعنی گلن میدونه، آقای فیلاوی میدونه، گلن غلام ترشیزی ما میگیم غلام ترشیزی میدونه، آقای فیلاوی میدونه. حالا به خاطر چه منافعی نمیدونم، بعضیا میگن اینا پول میگیرن، من خبر ندارم. بعضیا بالاخره غلام ما فکر میکنیم چون سه تا برادرش به اصطلاح کشته شدن و اینها به اصطلاح این کار انجام میده، من نمیدونم، ولی اونا دارن انجام میدن، شما هم باید انجام بدید. خانم منا میگه Please stay on this matter, they are just like regime. بله درست، وقتی من نوشتم شما برو آلبانی کمک کن، گفت بله یا برم آلبانی یا برم پاسدارای ایران. گفتم خب ببینید دوتاتون یه قماشین، اونا دنبال یه نفری که چند سال پیش 30 سال پیش مرد، خمینی، دنبال یک رهبر مردهی هستن، اونا حزب الله رو تشکیل دادن، شما هم 15 سال دنبال یه رهبر مردهی هستید به نام مرحوم رجوی، شما هم مجاهد الله رو تشکیل دادید. هیچ فرقی نداره آقای ترشیزی، فقط چون خودت داخلش هستی متوجه نمیشی. حالا نمیگم، امیدوارم پسرت یه روزی بلندش بره اونجا تا بفهمی دیگران چه دردی میکشن، امیدوارم قبل از این خودت به اصطلاح به گوش بیای. Get wise and get up. They should file class action lawsuit against رجوی in France. بگید، پیشنهاد خوبیه. ایشون میگه که باید یک
شکایت همگانی دست جمعی انجام بدن و به اصطلاح تو کشورهای آزاد مثل فرانسه و اینها. ببینید این کشورهای آزاد اونجایی که به منافعشون میرسه، همون شهر اوبرسورواز و اینا رو اینا خریدن، اطرافیان رو رشوه دادن، به اصطلاح برایبشون کردن، زیر میزی بهشون پول دادن. همین امروز آقای رئیس جمهور فرانسه، عربستانی که الان آبرویی براش نمونده، مردم فرانسه بهش گفتن که خبرنگارا بهش گفتن شما باید فروش اسلحه رو به عربستان مشروط کنی یا تو به اصطلاح توقف بدی، گفت که من از شماها دستور نمیگیرم، بهش برخورد. اینجام که داریم میبینیم عملا آمریکا، ترامپ بارها گفته که ما حاضر نیستیم به خاطر کشته شدن و تک تک شدن یک نفر منافع فروش اسلحه های نمیدونم چند بیلیون دلاری رو به خطر بندازیم. متاسفانه اینها هست، ولی من فکر میکنم با همه اینها راهی هم هست. حتما تعجب بکنید که امروز چگونه ساعت 3 شد و ما صحبتی از دوستمون از خلیج فارس پخش نکردیم. ایشون گفت که یکم سرماخوردگی و سردرد داره، این هفته با ما نخواهند بود و امیدوار هستم که تا هفته آینده حالشون خوب خوب بشه و برنامهشون رو برای ما بفرستن. امروز چهارشنبه است دوستان، 24 اکتبر، و برابر است با 2 آبان ماه 1397. و قبل از این برنامه با خانم دکتر زنوسی بودیم، حتما اگر ندیدید تازه رسیدید برگردید در برنامه آینده نگاه کنید. حسن این فیلم ها اینه که مثل تلویزیون های قدیم نیست دیگه، شما اگه پخش شد و رفت دیگه نتونید کاری انجام بدید. اینا مثل DVD هست، مثل VCR هست، میتونید برید عقب بیارید جلو، مثل نواریه که تو خونه اختیارش دست خودتونه، نگاه کنید، نگاه کنید و اگر میتونید کمک کنید. مهاجران ایرانی پشت مرزها رو بهتون نشون دادم و دنباله اون صحبتی که این دکتر نادان ایمان فروتن انجام داده و با یه مشت از خودش خلتر تصمیم گرفتن که 6 آبان یک شنبه ساعت 10 به عنوان همبستگی، نمیدونم با کی برای چی، چراغاشون رو خاموش کنن. دوستان زیادی مثل آقای سلیمانی اینا نوشتن آقا این آقا خیلی وقت چراغای خودش خاموشه. آقای ابهری نوشته بود آقا من اون وقت حالا مبارز بودم، خبر نداشتم، من هر شب چراغا رو خاموش میکنم. من بهش گفتم آقا حالا که اسم مبارز اومده، من از شما مبارزترم، من وقتی هم نشستم تلویزیون نگاه میکنم چراغ رو خاموش میکنم، شب تا صبحم هر وقت میخوایم بریم دستشویی با چراغ خاموش میریم دستشویی، معمولا پامونم به این مبل به اون مبل میخوره و انگشتامون همش اینجوری شده. از اون بدتر اگه یه دو پیک عرق و آبجو هم خورده باشیم، گاهی وقتا از مهمونی که میایم بیرون یادمون میره چراغای ماشین رو روشن کنیم، اونجا هم چراغ خاموش میریم. پس ما همش داریم در خاموشی مبارزه میکنیم، ولی شما اگه در خاموشی مبارزه کردی، آخرش یک روزی در خواب پیروز میشی یا در خواب پیروزی رو میبینی. امیدوارم جای خودتو تر نکنی. بله خب، 5 victims of Maryam Rajavi can file on behalf of all in Albania. باشون تماس بگیرید. آقای منوچهر عبدی آلبانی هستن، آقای مالک بیت مشعل آلبانی هستن، شما با اینایی که آلبانی هستن، آقای احسان بیدی آلبانی هستن، با اینا تماس بگیرید. همه کارا رو مونا خانم ما که نباید انجام بدیم، شما هم یکی دو تا کار انجام بدید. صحبت از رشوه دادن و اینها شد. دیروز و پریروز چند نفر از دوستان برای من خبرهای فرستادن که شخصی به نام خانم ویدا هروی در کالیفرنیا دستگیر شده و چون قبول کرده جرمش رو، 1 سال و 1 روز بهش زندان دادن. من قبل از این که صحبت کنم، چون یه نفر نوشته بود خواهر بابک هروی چنین و چنان، با بابک هروی امروز صبح تماس گرفتم. من این خانم رو سالهاست میشناسم ولی هیچ وقت اسم و فامیلشونو نمیدونم. میدونم همیشه مثل بهش میگن سایدکیک، مثل
همراه مجری چی میشه؟ به اصطلاح با آقای علیرضا امیر قاسمی بوده، خیلی هم خانم خوبی از لحاظ مجری بودن و اینها، و من نمیدونستم که ایشون کارای اقامت و امیگریشن انجام میده. ولی بذارید من بهتون بگم، خود منی که اینجا نه وکیلم نه دکترم نه قاضی هستم نه پاسبان هستم، حداقل روزی دو سه تا شکایت میشه. بهتون گفتم ما با یه خواننده جوانی سر یه بحث دیگه ای صحبت کردیم، حالا دوستی از طریق تلویزیون ما دیده ایشون رو یا با خودش مستقیم تماس گرفته، پولی بهش داده که برای بچهش نمیدونم این کار رو انجام بده، بعد حالا به من تماس گرفته که آقا این پول منو گرفته کار نمیکنه، شما یه کاری کن. گفتم آقا جون شما اول میرین پول رو میدین، نشون میدین باهاش اعتماد دارید، بعد از ما میپرسید میشه به این اعتماد کرد یا نه. من خودم 10 بار تماس گرفت طرف، آقا چجوری ما میتونیم وکالت بگیریم، چی بگیریم، اقامت بگیریم، چجوری فلان. گفتم بابا من وکیل اقامت نیستم، با وکلای امور اقامت تماس بگیرید. بعد متوجه شدم که این تلویزیون ها بعضی هاشون آمدن، اون یکی دکتر حقیقی بود اگر اشتباه نکنم که اسم برنامه‌شم حقیقت با دکتر حقیقی یه چیزی اینجوری بود، بعد یه دفعه گندش بالا اومد که یه عده‌ای رو آورده به اصطلاح غیر قانونی و فلان اینا، اگر اشتباه نکنم باز یه مدتی هم زندان رفته بود اینا، اگر اشتباه نکنم دوباره هم برگشته داره کارهای تلویزیونی انجام میده. ولی خانم ویدا هروی و یه خانمی به نام خانم عرفانی اگر اشتباه نکنم، اینها بذارید شما هم میتونید روی گوگل بنویسید ویدا هروی. آها اینجا رو بگم تموم کنم، وقتی که با چیز تماس گرفتم بابک هروی، گفت که نه من ایشون هیچ فامیل و آشنایی ندارم و میدونید خیلی ها هستن هم فامیل هستن. شما باور میکنی ایتالیایی داریم فامیلیش سوربیه، اصلا ممکنه اون سوربیه معنی این سوربی رو نده. توی شیراز چندین فامیل سوربی داریم که اینا فامیل گرفتن. من یادمه داداش خودم با یکیش همکلاس بود به نام سوربی نژاد شیرازی، میگه خوردی شما چرا گذاشتین سوربی نژاد شیرازی؟ گفت رفتیم بگیریم سوربی نژاد، گفتن هست، گذاشتیم سوربی نژاد شیرازی. یعنی به دلیل تشابه اسم و فامیل اینها آدم نباید فوری یه نفر رو بچسبونه به یه نفر. حالا گیرم که اصلا این خانم ویدا هروی خواهر بابک هروی یا زن داداش بابک هروی، مگر هر کسی 18 سالش میشه خودش دیگه کنترل زندگی خودش رو نداره؟ بعضی از من و شماها کنترل روی بچه‌هامون نداریم. بچه من 39 سالشه 33 سالشه اصلا اگر تازه هنوز با من رفت آمدی داشته باشن خیلی هم خوشحالم، چون میگم آقا خیلی ها به دلیل اینکه با هم نتونستن صحبت کنن بچه‌شون قهر کرده رفته، بابای قهر کرده با اون حرف نمیزنه، ما حداقل یک ارتباط خوبی رو نگه داشتیم. ف بالاخره همه اینایی که آدم میکشن، همه اینایی که قتل انجام میدن، همه اینایی که خلاف قانونی انجام میدن، بالاخره دوست ما هستن، فامیل ما هستن، آشنای ما هستن، دو درجه اونور دو درجه اینور. ولی این ماجرا چی بوده؟ توی این رادیو تلویزیون ها که شما هستی، طرف زنگ میزنه صحبت میکنه، بعد یه مدت که شما هی وقت میذاری میگی خب من هی وقت میذارم اینو معرفی میکنم به فلان وکیل، وکیل مگه چه کار میکنه، خودم این کار براش انجام میدم. این ماجرا رو رفتم خوندم و این خانم ویدا هروی گویا با چند تا مأمور، ببینید اینجا نوشته، من فقط تایپ کردم ویدا هروی، نوشته 6 days ago یعنی 6 روز قبل، اینجا هم نوشته که Persian language TV personality gets prison for bribing citizenship officers. Bribing یعنی باج دادن، زیر میزی پول دادن. اینا گویا برای هر یه نفری که میخواست سیتیزن بشه، طرف برای که نره کلاس انگلیسی، نره قانون اساسی آمریکا رو یاد بگیره، اینا بهش میگفتن که ما برای شما یه کاری میکنیم. اونجا مینویسن که این دیگه به اصطلاح از لحاظ فکری و مغزی و انگلیسی نمیتونه یاد بگیره. $1,000 به اون آفیسره میدادن، $1,000 چیزی هم خودشون میگرفتن،
خلاصه بعد از چند سال گندش بالا اومده، میرسیم به حرف آقای مرتضوی که گفت آقا توی این آمریکا هم دزدی هست، توی این آمریکا هم کارهای خلاف هست، ولی توی این آمریکا فوری یقتون رو میگیرن. و میرسه به یه جایی که الان میبینیم لس آنجلس تایمز اینو نوشته و متاسفانه ما ایرانی ها وقتی میگن آقای نادر فیروزی یا فیروز نادری نمیدونم دانشمند ناساز، همه ما میخوایم یه جوری خودمونو بچسبونیم بهش، ولی وقتی میگن خانم هروی یا اون همکاری هم گویا داشته ایشون اینها دستگیر شدن، ما میخوایم با سرعت باد و برق از اینا فاصله بگیریم. همون جوری که گفتم نوشته که Persian language TV personality get prison for bribing citizenship agent، اون مامورایی که امتحان میگیرن. اتفاقا مقاله رم خانم سارا پروینی، ببینید دیگه ما توی آمریکا الان نسل دوم و سوم هم داره را میفته و نسل اولیا که ما هستیم، نسل اولیا که داداشای من هستن اومدن اینجا درس بخونن، بعد که دیگه اوضاع اینجوری شده، حالا یکیش اومد برگشت، یکیش دیگه همینجا موند. و حالا هر جا که شما بری، تو بانک میری ایرانیه، توی مکدونالد بری ایرانیه، توی رستوران ایرانی بری ایرانیه، و نویسنده، روزنامه نگار، نماینده مجلس، پلیس ایرانیه. و اینا به همین خاطری که میبینیم یه مقاله ای رو اکتبر 18 اکتبر یعنی 6 روز قبل خانم سارا پروینی نوشته و متنش یا لب مطلب اینو میگه که این خانمی که در تلویزیون های ایرانی کار میکرده گویا متهم شده. ببینید دوستان اینجا تفاوت متهم، محکوم، مجرم باید خط بکشین و بدونین کی متهمه، کی محکوم شده، کی مجرم شناخته شده، کی چیز شده، تبرئه شده، اینا رو باید بدونیم. و میگه که ویدا هروی 59 ساله was sentenced by US district. sentence یعنی اون جرم و محکومیت، به اصطلاح محکوم شد، مجرم شناخته شد، حالا برای جرمش پانیشمنت یا اون چی بهش میگیم، به اصطلاح بهش گفتن 1 سال و 1 روز. این ماجراهای 1 سال و 1 روز و اینها یه قانونی داره، لابا دلیلش اینه که مثلا اونایی که تا 1 سالن ممکنه یه عفو چیزی بهشون بخوره، به همین خاطر به اینا میدن 1 سال و 1 روز که همچین نتونه استفاده کنه. بعد نوشته هروی که در بیورلی هیلز زندگی میکنه، کوهوست یعنی همون سایت، یعنی کمک مجری، حالا مجری تلویزیون، مجری تلویزیون تاک شو آن ده تپش تیوی، تپش هم عوض شد یه چی دیگه شد، نمیدونم اینا هر روز اسمشون عوض میشه. بعد میگه شی پلیدد گیلتی، شما وقتی تو دادگاه میری قاضی دادگاه ازت سوال میکنه هاو دو یو پلی، یعنی چی میگی درباره این اتهامی که بهت زدن. طرف یا میگه نات گیلتی یعنی من مجرم نیستم، یا میگه من مجرمم، جرم انجام دادم، قبول دارم، یا میگه مجرمم، توضیح دارم، guilty with explanation. و قاضی و دادستان و وکیل و اینها صحبت میکنن، بعضی جا هم هیئت منصفه. اون وقت وقتی مجرم شناخته شد، حالا باید برای ازای جرمش بهش تعزیز میگن چی میگن، در هر صورت اونا تصمیم بگیرن. این تصمیم گرفتن 1 سال و 1 روز و میگه که این خودشم قبول کرده بوده که به USCIS، به آفیسرای اونها، به ایجنت ها و مامورای اونها پول میداده. میگن هروی paid the officer at least $39,000، یعنی تا اونجایی که اینا دیدن و تحقیق کردن و پیدا کردن $39,000 اینجاست اگه بتونید ببینید. بله، بعد میاد پایین تر نوشته مجده عرفانی 50 ساله also was charged in the bribery conspiracy. She worked as an immigration consultant document preparer. بله، میگه که دیدید تو تلویزیون هم میگه خانم فلانی، آقای فلانی، وکیل فلان، اینها یعنی اینها دفتر و دستگی را میندازن،
خودشون رو با عناوین مختلف معرفی میکنن، پولو که از شما گرفتن برای شما کاغذ و اینا. همینجا این خانم نصری، نازنین نصری، همشهری ما هم هست و وکیل به اصطلاح خیلی معروفی بود، یه دفعه گندش بالا اومد که اینم پول میگرفته از این و اون و به اصطلاح بعدم با اف بی آی و اینها فکر کنم زندانم رفت، خبر ندارم. و این هست دوستان، همونجوری که ما دانشمند داریم همونجورم ما مجرم داریم، همونجوری که ما دانشمند داریم همونجورم ما معتاد داریم، همونجوری که ما دانشمند داریم همونجورم قاتل داریم. پسر ایرانی دختر همسایه‌شون رو تجاوز کرده بود، اگه اشتباه نکنم تو کمد خونه‌شون چند روز نگه داشته بود، بعد دیگه حالا من داستان‌ها رو چون خیلی وارد نیستم نمیگم. در اصل میگه خانم عرفانی هم جرم خودش رو قبول کرده و حالا منتظر هست تا بعضی وقتا شما وقتی میری دادگاه بعد بهت میگن که اینه خانم مجده عرفانی، بله سنتنسی اون روزی که برات به اصطلاح زندان میبرن. اون چیزایی که ما تو ایران یاد گرفتیم بعضی وقتا اینجا با این ترجمه هایی که دارن فرق میکنه. این هم از این ماجرا. خب و بله تا اونجایی که من پرسیدم آقای هروی گفت که نه من با ایشون نه فامیلم نه آشنایی دارم. و اون من اضافه میکنم که تازه اگر خودمون داریم در فارسی، نه پسر به جای پدر میکشن نه برادر به جای برادر میگیرن، اگه همچین چیزی بود این گردن کلفت دماغونده آقا رضا پهلوی رو باید میگرفتن به جای پدرش، پولاش ازش میگرفتن. اگه اینجوری بود این بچه های آخوند آقازاده هایی که در دانشگاه های اینجا هستن باید به جای پدرشون میگرفتن، پولا رو ازشون میگرفتن، ولی نیست. اینم از این ماجرا. بعد خانم حوریه قرداغی میگن مردم اینقدر در بدبختی و لجن فرو رفتن و تنبل و بیخاصیت شدن که آسان ترین راه مبارزه را در پیش میگیرن، هر دزد و دزدزاده‌ای خود را ناجی مردم میداند. نه شما اشتباه نکن، اون هر دزد و دزدزاده و هر بچه دیسکویی مثل ایمان فروتن، اون اگه فکر میکنه ناجی مردمه، ولی میبینید تا امروز مردم دنبال اینا نیومدن و مردم با وجودی که بدبخت و در لجن فرو رفتن ولی میگن که خب این آخونده آدم ها رو کشتن، پولا رو دزدیدن، حالا ما بشینیم دنبال کی؟ آقا رضایی که یک فراخوان ساده نمیده، رجوی مرحوم که خودش معلوم نیست کجاست، مریم هرزه که هر روزی با یک عرب و با یک آمریکایی هست و برنامه ای نداره. اینه دوست عزیز، خانم حوریه قرداغی روی فیسبوک هستن، نوشته های جالبی دارن، اگه اشتباه نکنم نقاشی و اینها میکنن که بعضی از نقاشی هاشون خیلی هم بحث برانگیزه. خب بذارید ببینیم در 27-8 دقیقهی که باقی مونده ما اینجا برای شما چی داریم. اولا این قتل خاشقچی هنوز اینجا به اصطلاح بیشترین خبر هست، حتی خود ترامپ گفت که این دیگه خیلی کاور اپ افتضاحی بوده. کاور اپ یعنی سرپوش گذاشتن، شما وقتی یک کاری میکنی، یک کار خلاف میکنی سرپوش میذاری، بعضی وقتا این سرپوش گذاشتن به اصطلاح گند کار رو در میاره، اینم همینو گفته. ولی این هست که براتون گفتم بذارید نشون بدم، من این خبرها رو ایرون نیوز معمولا برام میفرسه، همین بود که اون روز به آقای حسن خزایی همشهری خوب گفتم لازم نیست شما اینا رو بفرسی، به دوستمون آقای فرخ گفتم شما لازم نیست دیگه این وایس آف امریکا و گویا و بی بی سی و ایرون نیوز و فرنچ 24 و اینا رو دیگه خود ما سر میزنیم. اگه یه وقتی یه جایی یه چیزی دیدید که به نظرتون استثنایی و فوق‌العاده آمد، مثل اون ویدیویی که آقای کابوسی فرستاده، شما بفرستید، من بله ممنونم هستم چون در برنامه استفاده میکنم نشون میده. خب قتل خاشقچی یا خاشقجی، پرسش درباره توقف فروش سلاح به عربستان، مکرون را براشفت. مکرون در پاسخ
به سؤال یک خبرنگار درباره احتمال توقف فروش سلاح به ریاض با ناراحتی آشکار و لحنی تند گفت برنامه من را رسانه ها تعیین نمی کنند. اگه یادتون باشه همین فرانسه در دوره جنگ ایران و عراق به آقای صدام حسین هواپیمای جنگی میداد، به آقای صدام حسین خلبان کرایه‌ای میداد و اینا فقط پول پول پول، نن و بابای خودشون را هم، زن و بچه خودشون را هم برای پول میدن بره. و اما نخستین واکنش روحانی به قتل خاشقچی، عربستان با کمک آمریکا جنایت کرده است. حالا جالب اینه که دیروز ترامپ وقتی که دیگه مجبور شد قبول کنه که این کشته و فلان و اینها، گفت خب این ایران هم خیلی آدم ها رو میکشه و اینها، ولی انقدر نفهم و نادانه که احمق، تو وقتی اینو میگی یعنی یک جوری سهه میذاری به کاری که ایران انجام میده، یک جوری تایید میکنی کاری که عربستان امروز انجام داده، و الا شما اگر دروغ نگفته بودید از روزی که آمده بودی، گفته بودی من جلو ایران رو میگیرم، طرف به من زنگ میزنه آقا بیا بریم جلو وایت هاوس، میگم خانم بریم جلو وایت هاوس چی بگیم، میگه به ترامپ بگیم چی شد میخوای حمله کنی، میگم یعنی شما اینقدر ساده هستید که اینا رو باور کردید؟ ای بابا. بله، تصور کنید که عربستان از قرارداد 480 میلیاردی پشیمان شده، و تصور کنید که علاقمند است که این قرارداد از سوی آمریکا لغو شود. بله، این آقای ترامپ گفت که شما فکر کنید که ما اگر نفروشیم اونای دیگه نشستن، البته اون اسم فرانسه رو نیاورد، چین و شوروی و یه جای دیگه، سه تا کشور رو به اصطلاح اسم بود. و اما بلیت برنده لاتاری 1,600,000 دلار 600 میلیون دلار 1,600,000,000 دلاری، اجازه بدین با این تلفن رو هم جواب ندیم تا بره روی پیامگیر. بله، نخستین واکنش روحانی، آها رفتیم به راجب لاتاری، لاتاری برنده شد یه نفر، من از لاتاری کلا خوشم نمیاد، داستانهای لاتاری رو بخونید. یادمه یه شریکی داشتیم اون موقع تو ویرجینیا و اینها ممنوع بود، ما وقتی میرفتیم آکشن حراج ماشین چهارشنبه ها ماشین بخریم از چی جساب، این یه دفعه از جاده با سرعت میرفت بیرون، میگفتیم چی شد تصادف شد، میگفت نه یادم نبود برم لاتاری بخریم، لاتاری میخریم، و میگه لاتاری افراد فقیرتر بیشتر پول خرج میکنن. حالا این همه بحثای پیش میاد، من فکر میکنم که لاتاری با وجودی که میگن پولش خرج مدرسه و اینها میشه، اینم یه سوء استفاده و چیزی هست که مردم بدبخت رو بدبختر میکنه. اونایی هم که برنده شدن، ببینیم بعضی هاشون خودشون معتاد شدن، بعضی هاشون کشته شدن به خاطر پولی که دارن. برید توی یوتیوب و اینها بنویسید که لاتاری بردن همان و زندگیت بد شدن همان. حالا واکنش روحانی رو هم بعد ببینیم چی میگه، و اینام دیگه میگن هر کی میگه نون و پنیر، تو یکی برو سرتو بذار زمین بمیر. روزنامه نگارا و اینایی که حتی یه بلاگ ساده دارن، انقدر شما زدید و کشتید و اینها که فعلا آقای روحانی، مخصوصا شمایی که تو قسمت اطلاعات و اینا بودی، یک 20 سالی میگه شعره بود، میگفت فعلا خفه. در ترکیه میتونستن با پرداخت 1,000 دلار در خارج از کنسولگری از بین ببرن، آقای مصبا میگه. آقای مصبا خودش یکی از این دیپلمات‌های ایران بوده، این ورور کار کرده میدونه. آقای نوری زاده با همه خریتش همینو میگفت، میگفت چرا اینا باید تو کنسولگری خودشون، چرا این همه آدم رو باید بیارن، چرا زیر دوربینا جایی که این همه دوربین هست و اینها، و این چراها
جواباش بعدن معلوم میشه. شما که از من واردتری، احتمالاً 10-15-20 سال دیگه معلوم میشه که چی شد که اینا تصمیم گرفتن توی سفارت خودشون همچین جنایتی رو انجام بدن که امروز اینجوری. من متاسفانه وقت نکردم صحبتهای آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه رو در این رابطه دیروز گوش کنم. اگر کسی گوش داده، اگه میتونه به طور خلاصه برای ما پیغام بذاره تا ما در روز جمعه پخش کنیم. حالا صحبتهای اردوغان بهتره یا ویدیویی رو که باز آقای کابوسی برای من فرستاده. ولی از همه اینها مهمتر این هست، نخستین دیدار دو خواهر ایرانی 39 و 36 ساله که مطلقاً در عمرشان همدیگر را ندیده بودند، برای اولین بار روز 28 مهر 1357 برابر با 20 اکتبر 2018 یعنی 4 روز قبل همدیگر را در فرودگاه آتن همراه پدرشان دیدند و در آغوش کشیدند. دوست عزیز مونا خانم، ما کار کوچیکی که تونستیم انجام بدیم، البته با همت، با شهامت، با شجاعت، با غیرت همین آقایون، همین آقای حسین نژاد، اون آقای محمدی، اون آقای کرمی، اون آقای بگید دیگه کم نیستن دیگه، آقای رزاقی، اینها نتیجهش این شد که خواهری رو که به اصطلاح مثل یک اسیر نمیذاشتن، مجاهدین نمیذاشتن بیاد خواهرش ملاقات کنه، بالاخره بعد از 36 سال ملاقات کرده و پدر ایشون هم خیلی فعاله، آقای قربانعلی حسین نژاد روی بالاترین نوشتن، نمیدونم بالاترین برای اینکه شما مقاله ها رو هم ببینید باید عضوش باشید یا میتونید مقاله ها رو ببینید و بخونید، بعد اگه خواستید نظر بدید یا خواستید نوشته چیزی نظر خودتون رو به اصطلاح پست کنید، نصب کنید، این پست کردن همون نصب کردنه، این به اصطلاح باید عضو باشید، چون من خود به خود ساین این میشم، امضا میشم، میریم داخل اینجور. بعد دوستان نوشتن که دیدار این دو خواهر را تبریک میگویم، این دیدار یک داغ ننگ بر پیشانی زوج رجوی است که مانع دیدار این دو خواهر شده بودند و نامه های جعلی از طرف خواهر بزرگتر منتشر میکردند. حالا باید صبر کنیم ببینیم آقای گلن اینا را هم مزدور جمهوری اسلامی میدونه یا نه. آقای گلن عزیز من، زندانی هم حق ملاقات داره، سربازی هم که میرفتی شما میتونستی نامه بنویسی. آقا زندانی جمهوری اسلامی میرن مرخصی، خجالت بکشید. من به آقای فیلابی گفتم، به مرداد گفتم، به علی کالیفرنیا کانادا گفتم، به شما هم میگم بیا آقا دوربینم لازم نیست، این تلفنمونو ورداریم بریم بگیم نمیخوان با دو نفر اینجا باشیم، یکی یکی اینا بیان، ما بهشون 2 دقیقه هر کدوم، هر عضوی 2 دقیقه صحبت کنیم، بگیم آقا پدر و مادرت مردن، زنده هستن، چشم انتظارت هستن، نمیخوای باشون صحبت کنی؟ اگه گفت نه بگیم برو. ولی این نامه های دروغی که همش هم یه اشل میگفتن، وقتا یه چیزایی بود که میکشیدیم، ما میگوریم شابلون، بعضی ها میگفتن اشل، بعد اینجا هم بعضی ها میگن کلیشه‌ای. کلیشه‌ای مثل اون چیزایی که پور چاپ میکنن، یه با دیگه میدونید چی، این نامه های اینا همش کلیشه‌ایه، یه فرمه، حتی به خودشون زحمت نمیدن نامه ها رو شکلش رو عوض کنن، نوشته ها رو عوض کنن، خجالت آوره. تو قرن 21 یک آقای فیزیکدان، فیزیسیست، فیزیسی شدی یا مثل این آقای میرفتروس فسفسی شدی؟ بله، مبارزه در خاموشی، پیروزی در خواب. و یه فیلمی رو آقای تیمور گلچین فرستادن راجع به خانم ویدا هروی و مژده عرفانی گفتیم، یکیش 1 سال و 1 روز زندان، لابد سال کبیسه رو میخوان بهش زندان بدن، 365 به اضافه 1، یکیش هم منتظر اینه که جرمش به اصطلاح جرمش قطعی شده زندانیشو ببرن براش. و اما یه فیلمی اجازه بده من بهتون نشون بدم که اینو آقای تیمور گلچین فرستادن، ازشون ممنون و متشکرم، اگر بتونم ایشون رو پیدا کنم، چون ایشون تیمور رو می‌نویسه تیمور و من بعضی وقتا مشکل دارم، آها تیمور با 2 تا O هم می‌نویسه، پیداشون کنم. حالا پیدا شد،
State of Connecticut، جای بسیار زیبایی. حالا ببینیم که این ویدیو چی میگه. آها بعضی وقتا میگن شاگردت رو دست کم نگیر. من این اتفاق رو توی این کانال سی اینجا دیدم. اینجا کاراته درس میدادن، بعد بعضی وقتا اون مربی یا اون سنسی که یعنی معلم وقتی یه حرکتی رو انجام میداد، بعد این دانش آموز، خب شما این رو یادش دادی که خود به خود به اصطلاح اتوماتیک وار دفاع کنه. اون وقت وقتی این دفاع میکرد معلمه کم میآورد. حالا خودتون با هم این صحنه رو ببینید. ممنونم از آقای تیمور گلچین. این شاگرد از بس کوچولوه، معلم نشسته رو زمین، به این میگن دوزانو نشسته. حالا ببینید چی میشه. مادرش میپره جلو، مربی رو نجات میده و ماشاءالله به این دختر کوچولو که اینا رو اگر سلف دیفنس یا دفاع از خود اگه یاد بگیرید بد نیست. توی ایران کیف زنی هایی که میشه، قاب زنی که میشه، همینجا بیچاره چندین سال پیش یه خانم اگه اشتباه نکنم یا دکتر بود یا نرس بود، رفته بود یه مقدار اون وقتا $100 $200 بیشتر از این ماشین های چی بهش میگن آبر بانک نمیدادن. این رفته بود پول بگیره، دوتا لو لایف اومدن زدن کشتنش. اگه آدم بلد باشه چیکار کنه، اگه پولتو میخوان کیفتو بنداز دور و از این ور فرار کن، کیفو بنداز اون ور از این ور فرار کن، یا اگه بلدید باهاشون به اصطلاح مقابله کنید، نقاط ضعف رو بدونید. شما با یک انگشت میتونید یک آدم قوی هیکلی رو به اصطلاح به زانو در بیارید. همین انگشتتون رو که صمد آقا میزد تو چشم، شما بکنید تو دماغ طرف و فشار بدید به بالا. اصلا همین الان با دماغ خودتون انجام بدید ببینید یکم فشار میدید چه دردی احساس میکنی. حالا دیگه جای حساس مردا کجاشون لگد بزنید، وسط پا، به زانو چجوری لگد بزنید، به چجوری بچرخید، با ته دست بزنید و اینا روی یوتیوب هم ویدیوهای هست، میتونید ببینید. دیگه این روزا لازم نیست کلاس برید، کلاس بهتره چون اون مربی به شما یاد میده، عکس العمل شما رو سریع میکنه، چون اون کسی که به شما حمله میکنه عمل انجام میده، شما عکس العمل انجام میدید. یعنی شما دیدید یه چیز نشستید یه جایی یه توپی داره میاد به طرفتون، میبینید اونی که ورزشکاره زود دستش میاد بالا، ولی من شما وای میشیم توپی که خورد تو سرمون، بعد تازه میگه چطور شد اینجوری. خب اینم از عکس العمل و عمل. آقای تیمور گلچین ممنونم از این دختر چیز. حالا از رخ از دعوا و اینها بیایم بریم آقای کاووسی، میدونید که هنرمندی هست که به اصطلاح پرکاشن، تنبک، ضرب اینا میزنه، البته نوارای فلوت و اینها هم، یعنی به اصطلاح دیدم گاهی وقتی فلوت و این چیزا میزنه. بعد یه چیزی برای من فرستاده بود ببینم این هست یا جای دیگه دیدم، اینو بهتون نشون بدم. و من وقتی میخواستم براتون بذارم روز اینم، چون دو سه تا داره من نمیدونم کجا میفرسه، یکیش سعید کاووسیه یه عکس سیاه هست، یکیش سعید کاووسیه یه عکسیه که مال تلویزیون رنگارنگ بوده، احتمالا اونجا فرستاده. من ببینم اونای دیگر غیر فعال کنید. من یه زمانی 12 از این حسابا داشتم، بعد به این نتیجه رسیدم که اگه اونا رو غیر فعال کنم، هم من میدونم من کجا هستم، هم دوستان میدونن سوربی کجاست، هم من راحت تر میشم، هم اونا. همش برید دنبال راحتی راحتی راحتی. و اما فکر کنم اینجا باشه، بذارید این سربیا و اینا رو نشون دادم. اتفاقا برای آقای سلامی هم فرستادم، گفتم آقا تو رو خدا یه چند دقیقه چیز رو رها کن به اصطلاح سیاست و اینا، چون آقای سلامی چیزایی هم که میگه نسبتا کهنه است. مثلا حالا داره نقل این میگه که بابای خمینی
هندی بوده. میگن خب آقا حالا هندی، هندی علبی استونی، خب که چی کارش کنی؟ اون که مرد، باباش که مرده، خودش هم مرده. حالا من امروز میفهمم هندی بوده، یا میدونستم یا نمیدونستم. شما اونم به صورت بریکینگ نیوز، بریکینگ نیوز، پدر خمینی هندی بوده. آقا خیلی از این ایرانی ها وقتی یکم میریم ورتر، بحرینی هندی میاد این و میبینی ایرانی بوده، به دلیل رفته. اصلا فرض بر این که هندی بوده 100%. خب که چی آقای سلامی، ولش کن آقا. گفت چی؟ گفت ما سوریه رو میگیریم، فلسطین رو میگیریم. طرف بند خدا از سر کار اومده بود خسته، آنتن خونش نمیگرفت. گفت این چیه شلوغ میکنن؟ اومد بیرون گفت آقا فلسطین رو رها کن، سوریه رو رها کن، النبی رو بچرخون، ترکیه رو بگیریم. حالا ببرم تو ترکیه نه، ولی میبرم تو یک کشوری که یک کمی غیر میده. 3-4 دقیقه منم برم یک جرعه آب بنوشم و بیام خدمت. میگن همچین که خداحافظی میکنید میایم بیرون، یکی یکی ماشیناشونو که روشن میکنن را میفتن، موسیقی های عربی یا حبیبی داره میزنه و اونام را دارن بشکن میزنن و میخونه. در صورت من این ویدیو رو وقتی فرستاد آقای کابوسی نگاه کردم، گفتم حالا هی میگذره، چون این خانمم خیلی گت و گنده بود، گفتم حتما مرد از آب در میاد، ولی مثل که به خیر گذشت. و بله ایشون زنی بود که البته خب لباسی که میپوشن اینا دیدید، همین رقص به اصطلاح رقاص ها هم اون چیزی که میپوشن کمرشون این زل زنگوله آویزونه، برای اینی که اون یه حرکت میکنه این تا 3 ثانیه همینجوری تکون میخوره و برق میزنه. خب ویدیوی سعید شهر زیرزمینی. میدونید که یه جایی تو شمال هست هنوز تو کوه زندگی میکنن و خیلی ها، یا مثلا اون ماسوله هست، خونه ها رو سر هم دیگه. خب
خب خیلی ها مثلا به این افتخار میکنن. آقای آریانپور یه دفعه درست گفت، گفت آقا ما نباید به این افتخار کنیم، این باعث شرم و ننگ باید باشه هم برای رژیم قبلی هم برای این رژیم که مردم در قرن 20 و 21 هنوز تو این سوراخ ها زندگی میکنن. آقا اینا رو نگه دارید به عنوان آثار باستانی، ولی این ورش ساختمون و برج و آپارتمان و خونه بسازید و بذارید اینها مثل آدم های قرن 21 زندگی کنن. ولی سعید برای ما برداشته یه چیزی فرستاده، اجازه بدید که آها این آقای سعید بنایه چون تمپو میزنه من براش فرستادم، گفتم حالا که شما تمپو میزنی اینم نگاه کن. ایشون نوشته very nice. یک خانمی بود که تایون اینجا در در سورنتو برنامه میذاشت و رفت، حالا متاسفانه برای ماها که دیگه برنامه نیست، خوشبختانه برای خودشون که رفتن کالیفرنیا، امیدواریم هر برنامه و هدفی داشتن اونجا دنبال کنن و به آرزوی خود برسن. بذارید من این قار رو هم به شما نشون بدم که بله به درستی نوشته که درود بر این هوش و نبوغ ایرانیان باستان، انصافا 2000 سال پیش 3000 سال پیش چه اراده‌ای بوده، قطعا باور کردنش سخت است. شهری سری که با تازگی کشف شد، این است هنر و هوش ایرانی. آقا خانم والا گول خودتون نزنید. خب شما فکر کنید توی همین صحبت این میگه که مثل که اینا از ترس دشمن و حمله اونها رفتن زیر زمین اینا رو ساختن. خب این چه هوش ملتیه، این چه شجاعتیه، این چه دانشیه که بری زیر زمین مثل موش زندگی کنی که اونی که بهت حمله کرده اون بالا باشه، هر خاکی به سرمون خواست بریزه، بعد که اونا خسته شدن رفتن ما بیایم بیرون. ببینید خود من نمیدونم، شاید من یک کم که چه عرض کنم، شاید من این مغزم سه کار میکنه. ببینید از توابع شهرستان تیران استان اصفهان 95 کیلومتری غرب استان قرار داره. فاز اول شهر زیرزمینی و کشف این شهر زیرزمینی از اینجا شروع شد که شما میبینید یک ورود و خروجی در کنار همدیگه که حد فاصله اینا شاید به 1 متر نرسه. این شهر زیرزمینی مساحت 20,000 متره، 80 ورودی داره، 80 حلقه چاه آب. تمام ورودی ها به سمت طلوع آفتابه و دقیقا سمت راست آنهای چاه آب قرار داره. این شهر زیرزمینی کاربری اون امنیتی نظامی و از دوره اشکانیانه. موارد مشابه این شهر زیرزمینی در کاتاکومب رومه که از نظر ساختاری خیلی به هم نزدیک، شباهت زیادی دارن که حتی تایید شده که برخی از ورودی های این از همون حدود 2000 سال پیش تا کنون بکر بکر دست نخورده، دقیقا همون معماریو داره. این یکی از 80 ورودی شهر زیرزمینی هست که از نظر ساختار و معماری با کاتاکومب روم دقیقا یکی هست و سقف این شهر زیرزمینی از یک لایه سخت سبورت برخورداره که قطر اون به یک متر الا 1 متر و 20 سانت میرسه، در بعضی جاها متفاوت. سیستم روشنایی زمان قدیم از چراغای پیسوز استفاده میشده که اینها که مشاهده میفرمایید جای چراغ پیسوزه. در اثر فرسایش یک سوراخ در این قسمت ایجاد شده که مشخص شد که یک طبقه پایین تر هم وجود داره. نامنظم این شهر زیرزمینی، یعنی به صورتی که اگر از هر 80 ورودی از هر کدام که وارد بشی اصلا تشخیص نمیشه بدی که سمت راست یا چپ کدام مسیر اصلی هست. ضمن این که بر اساس مصلحت سنجی هم که صورت گرفته، خاکی که از داخل اینا حمل شده اصلا روی خود اینا تلمبار نشده که اگر تلمبار میشد میتونه سطح زمین را 3 تا 4 متر ارتفاع بده. تمام خاکی که از توی اینا تخلیه شده در فاصله 1-2 کیلومتری در زمینه
کشاورزی پراکنده شد که اصلا مشخص نباشه که زیر اینجا خبرایی هست یا شهر زیرزمینی هست. هیچ کدوم ورودی ها روی زمین هیچ گونه آثاری نداشته، اصلا مشخص نمی شده چون بحث امنیتی رو داشته، روستایی روی اینجا وجود نداشته، بعدها اومده و روستا شکل گرفتن. و از نظر فنی و مهندسی هم میشه اشاره بکنی به این که بسیار دقت داشته، از جمله یک ستون مثلثی شکل رو شما مشاهده می فرمایید زیر این سقف بزرگ که این قابل، یعنی میشه بگید به جدی که دارای طرح بسیار علمی بوده. بسیار ممنونیم از اجدادمون که از لحاظ امنیتی و اینها رفتن زیر زمین زندگی کردن، خاکارم برداشتن بردن یک کیلومتری دو کیلومتری. اگه اون موقع مجاهدین بودن همه اینا رو با ستلایت به اسرائیل گزارش میدادن. نمیدونم چه باید گفت چه باید کرد، نمیدونم، ولی الان ساعت 4:01 است. میدونم که بعد ازتون خداحافظی کنم و برم. گفت که بالا رفتیم چی بود؟ ماست رو بود، پایین آمدیم دوغ بود. این داستانهایی که اینا میگن دروغ بود. اول میگه با نظم خاصی همش رو به فلان، بعد میگه بی نظم بوده، بعض وقتا میاییتون نمیفهمی کجا باید بری بیرون. نمیدونم. یه دوستی داریم به من گفت سوربی تو اشکال دیگه که خیلی دقت میکنی. گفتم من خیلی دقت میکنم؟ شما بیا ببین این آقای پتیک چقدر دقت میکنه. آقای پتیک برای من نوشته که یک روز است اکثر مفسرین ترامپ را به خاطر کلمه ناسیونالیست به سلابه کشیدند. سالها بود مردم ایران ناسیونالیست را همان وطن پرست بودن میدانستند و شاید هنوز هم میدانن. ایران ناسیونال پیکان، اگر اطلاعی کافی دارید و صلاح میدانید در برنامه کمی صحبت کنید. شعار خمینی توی پرانتز نوشتن ملیگرایی برخلاف اسلام است. خمینی میگفته ملیگرایی برخلاف اسلام است. شاید از این برنامه آمده و اشارهی به وطن پرستی نشده. وقتی که کلمات خارجی ترجمه دقیق نمی شوند این اشکالات پدید می آید. ببینید توی آمریکا هم این پیتریوت یا وطن پرست با این ناشنالیست یا نشنالیست که ترامپی که از سربازی فرار کرده، از جنگ فرار کرده رفته سربازی، اونم رفته برای که لباس بپوشه دخترها تو خیابون خوششون بیاد، ولی اون قسمتی که گفتن حالا بیبر جنگ گفته من پام میدونی کفشم پامو زده، اون شعره بود میگه کفاشه به من چپونده پامو تپونی، از این مشکلات. خلاصه این ماجرای نشنالیستی که ترامپ میگه و اشکال داره برای که همه میدونن که این منظورش وایت نشنالیسته، نه امریکن نشنالیست. منظورش اینه که با اون سفیدای تندگرا دوباره نقل انتخابات، دوباره میخواد اینا رو از تو سوراخ‌هاشون بکشه بیرون و تا امروز هم موفق بوده. چرا؟ چون دموکراتا کار نمیکنن، خیلی تنبلن. حالا من تعجب میکنم، خوشحالم آقای امیر احمدی اینجاست. آقایونی مثل آقای امیر احمدی و دیگران میگن ترامپ هر قولی داده انجام داده. آقا شما به ما بگو این چه قولی داده که انجام داده که دوباره امروز داره تقلب میکنه، میگه که من اگه شما رای بدید مجلس رو بگیریم 10% تکس به اصطلاح مردم متوسط رو میارم پایین. برای چی؟ برای که دفعه قبلی تکس پولدارای مثل خودش و بچه هاش آورد پایین. آقا دروغ محض گفت. من تعجب میکنم آقای امیر احمدی، شما از موقعی که با آقای شهرام همایون و دوستان سلطنت طلب رفت و آمد دارید اصلا طرز فکرتون عوض شده. آقا این یه آدم شارلاتانه، از شارلاتانیز دیگه رسیده به کریزی بودن. شما کسی رو که این به عنوان مشاور یه 10 روز یا 11 روزی استخدام کرده بود و کردش بیرون، الان کتابش آمده، دیشب و امروز صبح تو تلویزیون ها بود، اون آقایی که بهش میگن موچ،
من به شوخی میگفتم موسکوریچی، یه ماشین روسی بود. این میگه ترامپ کلمات رو بلد نیست، چون معنی کلمات رو بلد نیست جا به جا استفاده میکنه. البته اینم داره چیکار میکنه؟ خاک میریزه رو کثافت ترامپ، که یک کسی امیدوارم رو خودش خاک بریزه به زودی نجاتمون بده. واقعا این آمریکا کجا داره میره؟ و متاسفانه دنبالش کشورهای دیگه هم دارن میرن. دیدم آقای مصباح از آفریقا نوشتن که 480 میلیارد والا تا امروز 110 میلیارد بود، تازه میگن همینم هم دروغه، میگن 110، اینجا میگن بیلیون، 110 بیلیون نبوده هیچ وقت. این ترامپ دروغ میگه. آقا ترامپ متخصص دروغه. اون روز این آقایی که به اصطلاح دست نیکسون رو رو کرد و باعث شد استعفا بده قبل از اینکه استیضاح و نمیدونم زندان مندان بره، خودش در بره، گفت که اصلا این انقدر دروغ میگه دیگه امکان نداره یه حرفی بزنه و شما فکر کنی که این داره راست میگه. اصلا یه سازمانای درست شده که دروغای اینو میشمارن. آقای امیر احمدی بنویسید تا امروز چند تا دروغ گفته. سازمان درست شده که دارن فکت چک نگاه میکنن، هر حرفی میزنه دروغه. میگه آقا تو این 7000 نفری که دارن از هاندورس میان، حالا 1000 مایل، اینا روزی چند مایل میتونن بیان؟ شما بگو حتی روزی 20 مایل بیان، 50 روز دیگه میرسن به آمریکا. اگه برسن اینجا، خیلی از اینا میخوان تو مکزیک بمونن، دنبال کارن، دنبال امنیتن، فامیلاشون اونجا میمونن. ولی این داره به مردم به دروغ میگه اینا توش میدلیست تروریست هست. اون وقت شب مسخرهش میکنن. یکی برای من اینو بفرسته که گفت از ساوت، شما خیلی بری ساوت، میری کجا دیگه؟ میری قطب جنوب. عکس کشیده بودن، اسلحه داده بودن دست پنگوانا. گفت آقا تروریست ها دارن میان. شبا آقای امیر احمدی یک کمی از اون حالت جدی بودن و سریوس بودن بیاین بیرون، چون نشون داد شما الان چند ساله دارید فعالیت میکنید؟ 20 ساله که من شما رو میشناسم. درست روزی که آقای نوری زاده رو توی مریلند رفتم ریپورت دور تهیه کنم، شما هم اونجا بودید و شما رو دیدم. 20 ساله شما رو میشناسم. 20 سال میخواین رئیس جمهور بشید، دستی داشته باشید، آخونده نمیذارن. نتونستید. خب بیاین روشتون عوض کنید. به خاطر جدی، به اصطلاح جدی بودن به جای نرسیدید، بیاین شوخی شبا این برنامه ها رو نگاه کنید. حالا این آقای جیمی فالن که نیویورک هم هست خیلی جدی یعنی خیلی کاری به ترامپ نداره، ولی برنامه اون جیمی کیمل، برنامه استیون کولبر، برنامه این آقای انگلیسی باز جیم کوردون، اینا رو شما نگاه کنید. برنامه اون آقای انگلیسی جان آلیور، برنامه این آقای آفریقایی تریور نوا، اینا رو نگاه کنید و شما میبینید که اینا قشنگ اینو زیر ذره بین گذاشتن. این یه آدم فاسد، یه آدم دیوانه، یه آدمی که 400 پوند وزنشه و ارزشه اون دکتر رو مجبور کرد بنویسه 239 پوند، یه آدمی که فکر میکنه همه چی رو از همه بیشتر میدونه، درست عین دیکتاتورایی که من و شما میشناسیم. اون وقت شما یه کمی مینم طرفدار ترامپ شدید. واقعا دوست دارم قبل از انتخابات باید باهاتون صحبت کنم. دوستان عزیز، برنامه ما همینجا تموم میشه. این ماجرای نشنالیست بودن و با وطن پرست بودن، اینو به آقای امیر حسین لادن گفتم اگه دوست داشته باشن به عنوان یه تاپیکی روز جمعه یه مقداری در مورد صحبت کنید. من بارها گفتم سعی میکنم موضوعات رو مثل شما توی برنامه توی مهمونی بگم، ولی سعی میکنیم از اونایی که کاردان هستن خواهش کنیم که بیان به قول آمریکایی‌ها elaborate، خودمون میگیم بستش بدیم، توضیح بدیم. بعض وقتا میگیم بازش کنیم. این بست با اون باز، بست و باز معمولی نیست. بست همون یعنی توسعه دادن اینا. در هر صورت جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. اگر آقای هوشنگ امیر احمدی وقت داشته باشه ساعت 2-2:30 میتونیم با ایشون باشیم تا یه مقداری سوال جواب به صورت کراس فایر، نه به صورت برنامه‌ای که حالا احتمالا خب شما پول میدی برنامه از اون آقای هاشمی زاده بود که بود، یا از آقای همایون میگیری. اگه برای تبلیغات پروپاگاندا این کارو بکنید هیچ اشکال نداره، ولی اگه میایین توی برنامه میخواین نظراتتون رو بگید، باید
یه نفرم باشه جلو شما نظرات اون گروه رو بگه، یا اگه طرف میخواد بی طرف باشه، که همه ایرانی ها فکر میکنن این مجری های تلویزیون وچتبلن، گیاه هستن، نباید نظر داشته باشن، نباید رأی داشته باشن، یه نفر دیگه باشه که مخالف شما باشه. ولی دیدیم تو آمریکا برنامه های کراس فایر، خط آتش، روبروی هم اینا زیاد بوده، یه نفر از این ور میاد یه نفر از اون ور. من سواد آنچنانی ندارم مخصوصا تو سیاست، ولی بالاخره آقا داریم میبینیم الان خودکشون کردن، اپرووالش رسیده به 47، اونم با چه پدر سوخت بازی. از حالا پول نمیدونم 20 و 100 میلیون دلار و 22 میلیون همین تازگی رو دارن خرج میکنن، بعدم به کسی که تا دیروز میگفته لایر، لاین تد کروز، میگه بیوتیفول تد کروز. خب اگه شما میگی تا حالا هر چی گفته عمل کرده، این گفت من میام اینجا رو تمیز میکنم. چه تمیزی کرده؟ شما ماجرای ساختمون اف بی آی و هتل اینا بگیر. آخه یه آدمی به این سن و سال دیگه این همه پول رو برای چی میخواد؟ جز این که آدم پلیدیه، آدم کثیفیه، آدم شارلاتانیه. اگه خواستید جمعه با ما باشید، یا ساعت 2 یا ساعت 2:30، 3 بعد از ظهرم میریم با آقای امیر حسین لادن و اون برنامه آقای بابک یزدی هم به ایشون گفتم، گفت حاضر نیست با شخص مثل سعید صالحی‌نیا که واقعا اینجا به عنوان یک دیوانه معروفه دیگه، همه میشناسنش. تا میگی سعید میگن آقا این اصلا هم جیغ میزنه. من یه چند بابش کنم آقا تو برنامه‌هات اینقدر داد نزن. بله درسته، برنامه تلویزیون باید یکم اگزاجوریت کنی، قلوف کنی، حرارت بهش بدی، ولی تو دیوانه هستی مردک، تو داد میزنی انگار که یک کسی یه چوبی ایجاد کرده. خب دوستان، روز و روزگارتون خوش. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید با هزینه بسیار کم. شما هم میتونید آگهی برنامه های دیگتون رو در قسمت فیسبوک داشته باشید، در قسمت تلویزیون مردم داشته باشید. بازم همه اینا نقل 10 دلار 20 دلاره و دلیلش هم اینه که من هم مثل خانم دکتر زنوسی به پول تلویزیون احتیاج ندارم. همه اونایی که منو میشناسن میدونن من هم وضع مالیم خوب بوده قبل از اینکه بیام تلویزیونای ایرانی معروفم، با مرسدس بنز آمدم، الان ارزونترین جیپ آمریکایی رو میرونم. اوکی؟ ولی این ماجرایی که مفتخور بودن رو من میخوام ریشه کن کنم تا اونجایی که توان من بهم اجازه میده. حرف مفت دیگر بس است. بیاین برنامه بگیرید، حرف بزنید، ولی ما این اجازه رو به اصطلاح یا این حق رو برای خودمون رزرو میکنیم که ما هم به عنوان یک بیننده و شنونده نظرات خودمون رو بتونیم بگیم، حالا اگه در برنامه شما هم نه، در برنامه خودمون. کار کردن با ما خیلی ساده است، همیشه گفتم یک تماس از شما، بقیه کارها از ما. بازم بهتون توصیه میکنم، بعضی ها این کلمه توصیه و توسعه و اینا رو هم اشتباهی میگن. تلویزیون های ایرانی که نگاه میکنیم من فکر میکنم عجب من با سوادم، از بس آدم های بی سواد شد. خلاصه به شما توصیه میکنم، توصیه یعنی پیشنهاد. اگر اول برنامه رو ندیدید حتما برنامه خانم دکتر نسترن زنوسی رو ببینید، حتما با ایشون تماس بگیرید، حتما کمک کنید، مخصوصا الان که به طرف سرما داریم میریم دوستان. و شماره تلفن تماس ایشون هست 202، اجازه بدید این زیر براتون بنویسم، 202 580 91 37. برای شماها بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.